استادان بسیار زندگی های بسیار نوشته دکتر برایان الوایس ترجمه زهر زاهدی با صدای هلیا مقصودی قسمت اول پیشگفتار من میدانم که برای هر چیز دلیلی وجود دارد شاید در لحظه وقوع یک رویداد روشنبینی و بصیرت درک علت آن را نداشته باشیم اما به یاری گذشت زمان و بردباری بر ما روشن خواهد شد بر کاترین هم چنین گذشت اولین بار در سال 1980 هنگامی که 27 سالش بود با او آشنا شدم. به مطبم آمده بود تا کمکش کنم بر استراب حملات دلهوره و ترس غلبه کند. هرچند که این علائم از کودکی گریبانگیرش بود، این اواخر بسیار شدیدتر شده بود. روز به روز خود را از نظر عاطفی ناتوانتر احساس می کرد و برای انجام کارهایش انرژی کمتری می ترسیده بود و به شکل قابل درکی افسرده بود. برخلاف بینظمی که در آن زمان بر زندگی او حاکم بود زندگی من هموار و بی مشکل در جریان بود زناشویی مناسب و باثبات دو فرزند خورد سال و موقعیت حرفه‌ای در حال شکوفایی داشتم زندگی من از همان اول همواره روال منظم و مستقیم داشت در خانه گرم و صمیمی پرورش یافته بودم موفقیت های تحصیلی به آسانی به دست آمد و در سال دوم کالج تصمیم گرفتم که روان پزشک شوم. در سال 1966 با نمرات عالی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک فارغ و تحصیل شدم. سپس در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل به تحصیل پرداختم و در سال 1970 درجه دکترا گرفتم. در پی گذراندن یک دوره انترنی در مرکز پزشکی بلو وابسته به دانشگاه نیویورک به دانشگاه ییل بازگشتم تا دوره رزیدنتی در روانپزشکی را بگذرانم. پس از پایان این دوره در سمت هیئت علمی وارد دانشگاه پیترزبورگ شدم. دو سال بعد عضو هیئت علمی دانشگاه میامی شدم و به سرپرستی بخش روانشناسی منصوب شدم. در آنجا در زمینه شناسایی عمومی سوء های بنیادین و روانپزشکی زیستی کار کردم. بعد از چهار سال کار در دانشگاه به رتبه استادیاری روانپزشکی در دانشکده پزشکی ارتقا یافتم و به سمت روانپزشک ارشد در یک بیمارستان بزرگ وابسته به دانشگاه میامی منصوب شدم تا آن زمان سی و هفت مقاله علمی و کتاب در رشته خودم منتشر کرده بودم سالها مطالعه و تحقیق منضبط ذهن مرا من طوری تربیت کرده بود که مانند یک دانش پژوه و پزشک فکر کنم. مرا در مسیر تنگ محافظ کارانه هرفعی گیری کرده بود. به هر چیزی که نتوان با روش متداول علمی به اثبات رساند بیاعتماد بودم. از برخی از پجوهش های فرا روانشناسی که در دانشگاه های بزرگ کشور انجام می گرفت مطلع بودم اما توجه هم را جلب نمی اینها همه از نظر من بسیار بعید و غیر واقعی می نمود. آنگاه با کاترین آشنا شدم. برای آنکه بتواند بر علائم بیماریش فائق آید به مدت 18 ماه از روش های متداول درمان استفاده کردم. وقتی هیچ روشی فایده نکرد از روش هیپنوتیزم استفاده کردم. کاترین توانست از طریق قرار گرفتن در حالت خواب مصنوعی خاطرات زندگی های گذشته را به خاطر آورد که ثابت شد مسبب علائم بیماری او بوده او همچنین توانست برای ارسال اطلاعاتی از جانب راهنماهای روحی بسیار متعالی نقش کانال ارتباطی را ایفا کند و از طریق آنها بسیاری از اسرار زندگی و مرگ را آشکار سازد. ظرف یکی دو ماه کلیه نشانه های اختلال از میان رفت و او شادتر و آرامتر از هر زمان دیگر زندگی را از سر گرفت. هیچ عاملی در زمینه ذهنی من وجود نداشت که مرا برای چنین پدیدهی آماده کرده باشد. هنگامی که این رویدادها رازگشایی شدند مطلقا شگفت زده بودم. هیچ توضیح علمی برای آنچه اتفاق افتاد ندارم. ذهن آدمی بسیار ورای ادراک ماست. شاید کاترین تحت تاثیر هیپنوتیزم توانسته بود روی آن قسمت از ناخودآگاه ذهن که خاطرات واقعی زندگی های گذشته را در خود ذخیره می کند تمرکز کند. شاید هم در آن چیزی نفوذ کرده بود که روانکاو کارل یونگ آن را ناخداگاه جمعی نامیده است. منبع انرژی که ما را احاطه کرده و حاوی خاطرات جمیع نسل بشر است. دانشمندان شروع به جستجوی پاسخ برای این سوالات کردند. ما به عنوان اجتماع از تحقیق درباره اسرار ذهن، روح، تداوم زندگی پس از مرگ و تأثیر تجربیات زندگی های گذشته بر رفتارهای فعلی بهره فراوان خواهیم برد. پروازه هست که پراکندگی خصوصا در رشته های مانند پزشکی، روان پزشکی، الهیات و فلسفه نامحدود است. به هر حال تحقیقات جدی علمی در این زمینه ها در مراحل اولی است. در جهت آشکار سازی این اطلاعات گام های بلندی برداشته شده. اما روند کار کند است و با مقاومت های بسیاری از جانب دانشمندان و افراد غیر متخصص روبروست. انسان همواره در طول تاریخ در مواجهه با تغییر و یا پذیرش نظریات جدید از خود مقاومت نشان داده است مجموعه معارف و فرهنگ تاریخی اقوام مملو از این نمونه هاست هنگامی که گالیله قمرهای مشتری را کشف کرد منجمین آن زمان نظرش را نپذیرفتند و حتی از نگاه کردن به این اقمار خودداری کردند چرا که وجود چنین اقماری با عقاید از پیش پذیرفته شده آنها مقایرت داشت اینگونه است برخورد روانپزشکان و سایر درمانگرانی که از آزمایش و ارزیابی شواهد قابل ملاحظه‌ای که از حیات پس از مرگ و خاطرات مربوط به زندگی های گذشته به دست آمده امتنا می کنند. آنها چشمانشان را محکم بسته نگه می دارن. این کتاب کمک ناچیزی است به تحقیقاتی که در زمینه فراروانشناسی و خصوصا تجربیات پیش از تولد و پس از مرگ در دست انجام است. کلمه به کلمه آنچه خواهید خواند حقیقت دارد. من هیچ چیز به آن نیفسودم. و فقط قسمت های تکراری را حذف کردم. مشخصات شخصی کاترین را فقط برای حفظ محرمیت اسرار او کمی تغییر دادم. نوشتن آنچه روی داد چهار سال طول کشید. چهار سال برای آنکه جرأتم را جمع کنم حرفم را به مخاطره بیاندازم و این اطلاعات نامعنوس را آشکار کنم. ناگهان یک شب وقتی زیر دوش بودم ضرورت نوشتن این خاطرات را احساس کردم. قوین احساس کردم که زمانش فرا رسیده و بیش از این نباید این اطلاعات را نزد خود نگه دارم. درس هایی که آموخته بودم داده شده بود تا با دیگران سهیم شوم نه آنکه برای خود نگه دارم این دانش از طریق کاترین آمده بود و اکنون باید از طریق من می‌آمد میدانستم که این کار هیچ نتیجه‌ای ویرانگرتر از پنهان کردن دانسته هایم از فنا ناپذیر بودن انسان و مفهوم حقیقی زندگی نخواهد داشت. از حمام بیرون پریدم و پشت میزم نشستم و انبوه نوارهایی را که از جلساتم با کاترین ضبط کرده بودم پیش رو قرار دادم. در ساعات اندک صبح به یاد پدر بزرگ مجارم افتادم که در دوران نوجوانیم مرده بود. هر وقت به او می گفتم از مخاطره انجام کاری واهمه دارم با تکرار عبارت انگلیسی مورد علاقش به من دلگرمی می داد. می گفت هرچه باداباد. فصل اول اولین باری که کاترین را دیدم لباسی به رنگ قرمز روشن پوشیده بود و در اتاق انتظار با حالتی عصبی مجله ورق میزد به وضوح از نفس افتاده بود بیست دقیقه گذشته را در راه روی خارج از بخش مطبهای روانپزشکی قدم زده بود تا بتواند خود را متقاعد کند که از آنجا نگوری زد و قرارش را با من حفظ کند. به اتاق انتظار رفتم تا از او استقبال کنم. با هم دست دادیم. متوجه شدم که کف دستش سرد و مرتوب است که معید استراب او بود. با آنکه دو نفر از همکاران پزشکش که هر دو مورد اعتمادش بودند مؤکدا او را به ملاقات و کمک گرفتن از من ترغیب کرده بودند دو ماه طول کشیده بود تا شهامت پیدا کند و با من قرار بگذارد و سرانجام آمد. کاترین زنی فوقالعاده جذاب است با موهای نیمه کوتاه بور و چشمان اصلی. در آن زمان با سمت تکنیسیان آزمایشگاه در بیمارستانی که من روان پزشک ارشدش بودم کار می کرد و با کار به عنوان مدل برای لباس شنا درآمد اضافی کسب می کرد. او را به داخل محتبم راهنمایی کردم تا از کنار کاناپه بگذرد و به صندلی بزرگ چرمی برسد. در حالی که میز نیم دایره من ما را از هم جدا می کرد مقابل هم نشستیم. کاترین به پشتی صندلیاش تکیه داد. ساکت بود و نمیدانست از کجا شروع کند. من منتظر ماندم. ترجیح می دادم نقطه شروع را خودش انتخاب کند. اما پس از چند دقیقه جویای زندگیش شدم. در همان اولین ملاقاتمان به مرور آشکار شد که او کیست و چرا به ملاقات من آمده است. کاترین در پاسخ به سوالات من داستان زندگیش را گفت. او فرزند میانی بود و در یک خانواده محافظ کار کاتولیک در یکی از شهرهای کوچک ماساچوست بزرگ شده بود. برادرش که سه سال از او بزرگتر بود ورزشکار بود و از آزادی برخوردار بود که او هرگز به آنها مجاز نبود. خواهر کوچکتر او عزیز کرده ی والدینش بود. هنگامی که درباره علائم بیماریش صحبت به میان آمد، به وضوح هیجان زده و عصبی شد. سری صحبت می به جلو خم شده و آرنجش را روی میز تکیه داده بود. زندگیش مملو از ترس مختلف بود. از آب می آنقدر از خفگی می ترسید که حتی جرأت نمی کرد یک قرص فرو بدهد. از هواپیما می ترسید. از تاریکی می ترسید. و از مردن به شدت وحشت داشت. اخیرا ترسهایش شدت گرفته بودند. برای آنکه احساس امنیت بیشتری داشته باشد، اغلب در صندوق خانه آپارتمانش می خوابید. معمولا پیش از آن که خوابش ببرد دو سه ساعت بیدار می ماند. وقتی هم که بالاخره خوابش میبرد برد سبک و لحظه ای می خوابید و اغلب از خواب می پرید. کابوس ها و خوابگردی هایی که در کودکی به سطوحش آورده بود باز می گشت. همچنان که این علائم به طرز روزافسونی او را فلج می کردند بیش از پیش افسرده می شد. در حالی که کاترین به صحبتهایش ادامه میداد می توانستم عمق رنجهایش را احساس کنم. در طول سالیان بیماران زیادی مانند کاترین را در فائق آمدن بر ترسهایشان یاری داده بودم. بنابراین اطمینان داشتم که او را هم می توانم درمان کنم. تصمیم گرفتم از جستجو در کودکیش آغاز کنیم و به دنبال ریشه های اصلی مشکلاتش بگردیم. معمولا این نوع درون نگری ها موجب کاهش استراب می شود. اگر لازم میشد و اگر می توانست قرص فرو بدهد به او داروی ضد استراب سبکی می دادم تا آرامش بیشتری بگیرد. مداوا با داروی ضد افسردگی شیوه استاندارد و مندرج در کتاب های پزشکی بود که برای رفع علائمی مانند علائم کاترین مورد استفاده قرار می گرفت. و من در مصرف مسکن یا حتی داروهای ضد افسردگی برای درمان ترس ها و استراب های مزمن و شدید تردید نمی کردم. در حال حاضر اگر هم از این داروها استفاده کنم به مقدار بسیار کم و به طور موقت خواهد بود. هیچ دارویی نمیتواند تواند به ریشه های این علائم راه ببرد. تجربه‌ای که در مورد کاترین و اشخاصی مانند او داشتم صحت این نظریه را به من ثابت کرده است. اکنون میدانم که درمان وجود دارد اما نه از طریق سرکوب یا پنهان کردن این علائم با دارو. در طول جلسه اول سعی کردم به آرامی به کودکیش اشاره کنم. کاترین در مقابل حیرت من تعدادی از خاطرات سالهای اولیه ی کودکیش را به یاد داشت. لذا آنها را به خاطر سپردم تا بعدها به هیپنوتیزم درمانی به عنوان یک راه میانبر در قلبه بر این سرکوب ها بپردازم. او نتوانست هیچ لحظه آزار دهنده را که در کودکیش رخ داده باشد و بتواند ترسهایش را توضیح دهد به یاد بیاورد. در حالی که میکوشید و ذهنیاتش را بست میداد که به یاد بیاورد تکه های از خاطرات پرت و دورافتاده پدیدار شد. وقتی که پنج سالش بود کسی او را از روی تخته پرش به داخل استخر شنا هل داده و او بسیار ترسیده بود. او گفت که حتی پیش از آن حادثه هم به هر حال هرگز در داخل آب احساس امنیت و راحتی نمی کرده است. وقتی کاسرین یازده ساله بود مادرش شدیدن دچار افسردگی شد. به دنبال کنارگیری غریبش از جمع خانواده لازم شد که او را نزد روان پزشک ببرند که این امر درمان به وسیله شکهای الکتریکی را در پی داشت. این نحوه درمان موجب شد مادرش به سختی خاطراتش را به یاد آورد. این خاطره در مورد مادر او را ترسانده بود اما کاترین گفت به تدریج که مادرش معالجه شد و به حالت اول برگشت ترسهای او هم زائل شد. پدرش در زمینه اعتیاد به الکل سابقه دیرینه داشت و گاه برادرش ناچار میشد پدر را از میخانه محل به خانه بیاورد. میخارگی روزافزون پدر منجر به دعواهای مکرر با مادر میشد که این خود باعث بدخلقی و انزوای مادر بود. به هر حال کاترین این اوزارا را به عنوان الگوهای پذیرفته شده خانوادگی میدید. و در خارج از خانه بهتر بود. در دبیرستان با دوستانش بیرون می رفت و به سادگی با دوستانی که اغلبشان را سالها می شناخت در می آمیخت. به هر حال اطمینان کردن به مردم برایش دشوار بود. مخصوصا آنهایی که از دایره کوچک دوستانش خارج بودند. مذهب او ساده، مطلق و انکار نپذیر بود. او طوری بزرگ شده بود که به طرز تفکر و احکام مذهب سنتی کاتولیک ایمان داشته باشد و در واقع هرگز به صحت و اعتبار اعتقاداتش شک نکرده بود. او اعتقاد داشت که اگر انسان کاتولیک خوبی باشد با ایمان داشتن و عمل کردن به آینها صحیح زندگی کند به عنوان پاداش به بهشت خواهد رفت. در غیر این صورت به برزخ یا جهنم خواهد رفت. برزخ به معنای جهان بلا تکلیفی میان بهشت و جهنم. بعدها متوجه شدم که کاترین اعتقادی به زندگی های متوالی نداشت. و علا رغم آنکه مطالب اندکی در مورد هندوها خوانده بود در واقع در مورد این مفهوم چیز زیادی نمیدانست. اندیشه زندگی های متوالی با آموخته های کودکی و اعتقادات مذهبی او مغایرت داشت. او هرگز درباره متون و اسرار ماوراء و طبیعه مطلبی نخوانده و علاقه هم نداشت. او با اعتقادات خودش احساس امنیت میگرد. کاترین پس از اتمام دوره دبیرستان یک دوره دو ساله فنی را گذراند و تکنیسیان آزمایشگاه شد. به تکای مهارت در حرفه خودش و به تشویق برادرش شغلی در میامی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی وابسته به دانشکده پزشکی دست و پا کرد. او در سن 21 سالگی در بهار سال 1974 به میامی رفت. زندگی در میامی تر از شهر کوچک خودش بود. با این حال کاترین خوشحال بود که از مشکلات خانوادگی گریخت است. کاترین در سال اول اقامتش در میامی با استوارت آشنا شد. او مرد یهودی جذابی بود که با همه کسانی که پیش از آن شناخته بود تفاوت داشت. او پزشکی موفق، نیرومند و سلطجو بود. کشش مقاومت ناپذیری میان آنها وجود داشت اما رابطهشان سخت و تند و طوفانی بود همچنان که کاترین به سمت او جذب میشد در او چیزی وجود داشت که احساسات تند کاترین را پس میزد و او را هوشیار میکرد در زمانی که کاترین مداوا را آغاز کرد وارد ششمین سال آشناییش با استووارت شده بود و رابطهشان اگر نگوییم خوب، حداقل زنده و جاندار بود. با آنکه استووارت با او بد رفتاری می کرد و او از دروغها عهد شکنیها و فریبهایش خشمگین بود، با این حال نمی توانست. در مقابلش مقاومت کند. چند ماه پیش از ملاقات با من کاترین ناچار شده بود برای برداشتن یک قده خوشخیم در ناحیه تارهای صوتی جراحی شود. پیش از عمل قدری مسترب بود اما هنگام به حوش آمدن به کلی وحشت کرده بود. ساعتها طول کشید تا پرستارها توانستند او را آرام کنند. پس از مرخصی از بیمارستان در صدد یافتن دکتر ادوارد پول برآمده بود. ادوارد پزشک اطفال مهربانی بود که کاترین در مدت کار در بیمارستان با او آشنا شده بود. هر دوی آنها به محض آشنایی با یکدیگر احساس نزدیکی و توافق کرده و برای هم دوستانی صمیمی شده بودند. کاترین آزادانه با ادوارد صحبت کرد و از ترسهایش، از رابطهش با استوارد و اینکه احساس می کرد دیگر نمی تواند کنترلی بر زندگیش داشته باشد گفته بود. ادوارد موثر شده بود که کاترین قراری با من بگذارد و فقط هم با من قرار بگذارد و نه هیچ کدام از روانپزشکان همکارم. هنگامی که ادوارد به من تلفن کرد تا درباره مراجعه کاترین توضیح بدهد گفت با آنکه روانپزشکان دیگر هم بسیار معتبرند و درمانگران قابلی هستند اما او به دلایلی فکر می کند که فقط من می توانم حقیقتا کاترین را درک کنم به هر حال کاترین به من تلفن نکرد هشت ماه گذشت در گیرودار کارهایم به عنوان سرپرست بخش روانپزشکی تلفن ادوارد به کلی فراموشم شد ترسها و اوهام کاترین بدتر شد دکتر فرانک ایکر رئیس بخش جراحی سالها بود کاترین را شناخت و هر وقت به آزمایشگاه که محل کار کاترین بود میرفت با خوشخلقی با هم شوخی می کردند. او اخیرا متوجه اندوه وی شده و حالت تنش را در کاترین احساس کرده بود. چند بار خواسته بود چیزی به او بگوید اما تعمل کرده بود. یک روز بعد از ظهر فرانک برای تدریس آزم یک بیمارستان کوچک و دور افتاده بود. در راه کاترین را دید که با اتومبیل آزم خانش در نزدیکی آن بیمارستان بود. به بی هیچ قصد قبلی برایش دست تکان داد تا کنار جاده بیستد. از پنجره رو به کاترین داد زده بود که میخوام همین حالا به ملاقات دکتر وایس بری. تأخیرم نکنی. با آنکه جراحان اغلب خلق و سائه عمل می کنند حتی فرانک از لحن تأکیدی خودش تعجب کرد. استراب ها و حملات ترس کاترین چه از نظر تکرار و چه از نظر طول مدت افزایش یافته بود. او اغلب دو کابوس تکرار شونده میدید. در یکی از آنها در حال رانندگی از روی یک پل بود. پل خراب می شد و اتومبیلش داخل آب سقوط می کرد و او گرفتار می شد و در حال غرق شدن بود. در کابوس دومی در تاریکی مطلق یک اتاق محبوس شده بود. سکندری میخورد و روی چیزهای مختلف میافتاد و نمی توانست راه خروج را پیدا کند سرانجام به دیدن من آمد هنگام اولین جلسه درمانم با کاترین هیچ نمیدانستم که زندگیم زیر و رو خواهد شد که آن زن وحشت زده و آشفته که در آن سوی میز اتاقم نشسته بود یک کاتالیزور خواهد بود و من دیگر هرگز آن فرد قبلی نخواهم بود. هجده ماه روان درمانی فشرده و متمرکز گذشت در حالی که کاترین هفته یکی دو بار با من قرار ملاقات داشت. او بیمار خوبی بود حرف میزد استعداد درون بینی داشت و بسیار مشتاق بهبودی بود ما در طول آن دوران احساسات افکار و رؤیاهای او را کشف کردیم شناخت الگوهای رفتاری تکرار شونده به او درکی درون بینانه داده بود او جزئیات بیشتری را درباره گذشتهاش به خاطر آورد مانند غیبت پدر ملوان و سوداگرش از خانه و تقیانهای های گاه و بیگاه و خشونت او پس از مصرف بیش از حد الکل. درباره رابطه متلاطمش با استوارت چیزهای بیشتری درک کرد و خشم خود را به طرز مناسبتری ابراز میکرد. فکر می کردم تا آن زمان باید بهبود یافته باشد. بیمار هنگامی که تأثیرات ناخوشایند گذشته را به خاطر می آورد، وقتی یاد می گیرد الگوهای رفتاری ناهنجار را بشناسد و اصلاح کند، وقتی درون بینی می آموزد و مشکلاتش را از چشمندازی وسیع تر و جدا از خود می بیند، تقریبا همیشه در این مرحله درمان می شود. اما کاترین درمان نشده بود. حملات استراب و دلهوره هنوز آزارش میداد. داد. کابوسهای زنده و تکرار شونده همچنان ادامه داشت و او هنوز از تاریکی، از آب، و از محبوس شدن وحشت داشت. خوابش هنوز تکه تکه بود و تجدید قوا نمی کرد. تپش نامنظم قلب پیدا کرده بود. همچنان از مصرف هر دارویی خودداری می کرد و هنگام فرو دادن قرص حالت خفگی به او دست میداد. احساس می کردم به دیواری رسیدم. و با وجود تمام تلاشی که کردم دیوار آنچنان بلند است که هیچ یک از ما نمی توانیم از آن عبور کنیم. اما همراه با احساس ناامیدی حس قاطعی هم در من به وجود آمد. به هر ترتیب عزم را جزم کرده بودم تا به کاترین کمک کنم. و آنگاه چیز غریبی اتفاق افتاد با آنکه از پرواز با هواپیما به شدت وحشت داشت و هنگام پرواز ناچار میشد به طرق مختلف به خودش جرأت بدهد در بهار 1982 کاترین به همراه استوارت به یک کنفرانس پزشکی در شیکاگو رفت در مدتی که آنجا بودند استوارت را وادار کرد با هم از نمایشگاه مصری در یک موزه هنری دیدن کنند. به همراه یک تور با راهنما از این موزه دیدن کردند. کاترین همیشه به اشیاء ساخته شده در مصر باستان و بازسازی عتیقه های مربوط به آن زمان علاقه من بود. او محقق نبود و هرگز درباره تاریخ آن دوران مطالعه نکرده بود اما به هر حال آن قطعات به نظرش آشنا می رسیدند هنگامی که راهنمای تور داشت درباره بعضی از اشیاء نمایشگاه توضیح میداد، کاترین ناخداگاه شروع به اصلاح اشتباه در توضیحات او کرد. و حق هم با او بود. راهنما حیرت زده شد. خود کاترین مبهوت شد. او این چیزها را از کجا می دانست؟ چرا به این شدت احساس می کرد که حق با اوست؟ آنچنان مطمئن از خود بود که جرأت کرده بود راهنما را در ملع عام اصلاح کند. شاید این خاطراتی فراموش شده از دوران کودکی او بود. در قرار بعدی مرا از اتفاقی که افتاده بود مطلع کرد. ماها پیش از آن درمان به وسیله هیپنوتیزم را به او پیشنهاد کرده بودم. اما او می ترسید و مقاومت می کرد. اکنون به دلیل تجربه‌ای که در نمایشگاه مصر یافته بود با بیمیلی هیپنوتیزم را پذیرفت. هیپنوتیزم ابزار شگفت‌آوری است که به بیمار کمک می‌کند حوادث فراموش شده در گذشته‌های دور را به خاطر آورد. هیچ رمز و رازی ندارد. فقط قرار گرفتن در وضعیت تمرکز فشرده است. تحت راهنمایی یک هیپنوتیزم کننده ی تعلیم دیده، بدن بیمار آرام میگیرد و خاطرات به وضوح آشکار میشوند. من صدها بیمار را هیپنوتیزم کرده بودم و دیده بودم که در تخفیف استراب از بین بردن ترس های بیمارگونه، تغییر عادت های مزر و کمک در بازیابی خاطرات سرکوب شده مؤثر است. در مواردی توانسته بودم بیمار را به دوران اولیه کودکیش برگردانم. حتی به دو یا سه سالگی. و به این ترتیب، خاطرات دوری مربوط به شکهای روانی فراموش شدهی که زندگی را مختل می کرد از آن میان بیرون بکشم. مطمئن بودم که هیپنوتیزم به کاترین کمک خواهد کرد. به او دستور دادم روی کاناپه دراز بکشد. چشمهایش را ببندد و سرش را روی بالش کوچکی بگذارد. ابتدا روی هایش تمرکز کردی. با هر بازدم تنش ها و استراب های انباشته شده ای را تخلیه می کرد و با هر دم باز هم بیشتر آرام می گرفت. بعد از چند دقیقه که به این ترتیب سپری شد به او گفتم مجسم کند که ازولاتش بیش از پیش در حال شل شدن هستند. اول ازولات صورت و آرواره ها، گردن و شانه، دستها، پشت و ازولات شکم و بالاخره پاها. او احساس می کرد که همه بدنش در عمق هرچه بیشتر در کاناپه فرو می رود. بعد به او گفتم که یک نور سفید و درخشان را در بالای سر و داخل بدنش تصور کند. بعد در حالی که نور را به آرامی در تمام بدنش پخش می کردم، یکی که ازولات، اسبها، اندامها و کل بدن به آرامش کامل رسیدن. و او را به وضعیت هرچه عمیق تر آرامش رساندند. او بیش از پیش احساس خوابالودگی و آرامش کرد. سرانجام به دستور من نور سراسر بدنش را در خود گرفت و بر او مستولی شد. به آرامی از ده تا یک به طور معکوس شمردم. با هر شمارش او به وضعیت عمیق تری از آرامش فرو می رفت حالت خواب مصنوعی او عمیق تر شد او می توانست روی صدای من تمرکز کند و همه صداهای زمینه را حذف کند با رسیدن به شماره یک به آرامی به وضعیت هیپنوتیزم عمیق رسیده بود. کل این روند 20 دقیقه طول کشید. پس از چند لحظه من او را به عقب بردم. از او خواستم خاطرات مربوط به سالهای اولیه زندگی را به خاطر بیاورد. در حالت باقی ماندن در وضعیت بسیار عمیق هیپنوتیزم قادر بود صحبت کند و به سوالات من پاسخ بدهد. او توانست خاطره دردناکی را در مطب دندان پزشکی مربوط به سن شش سالگی به خاطر بیاورد. او خاطره ترسناکی را مربوط به سن پنج سالگی که او را از روی تخته پرش به داخل استخر شنا هل داده بودند به وضوح به خاطر آورد. در آن زمان با فرو دادن مقداری آب به او حالت تهوع و خفگی دست داده بود و هنگامی که در مطب به من حرفش را میزد شروع به استفراغ کرد به او گفتم که آن تجربه تمام شده و او از آب بیرون آمده است. تهو تمام شد و او تنفسهای عادی خود را از سر گرفت. او هنوز در حالت خلصه ناشی از خواب مصنوعی عمیق بود. در سن سه سالگی بدترین حادثه زندگیش رخ داده بود. به خاطر آورد که در اتاق تاریک خود بیدار شد و فهمید که پدرش در اتاق است. در آن لحظه دهان پدر بوی الکل میداد و کاترین آن بو را همکنون نیز استشمام می کرد. او به کاترین دست زد و همه قسمت های بدنش را لمس کرد. او ترسیده بود و به گریه افتاد و پدر با دست زمختش جلوی دهان او را گرفت. او نمی توانست تنفس کند. کاترین 25 سال بعد روی کاناپه مطب من به گری افتاد. احساس کردم حالا اطلاعات لازم را به دست آورده ایم. کلیدی که قفل را باز می کرد. من مطمئن بودم که علائم بیماریش به سرعت و به وضوح از میان خواهد رفت. به ملایمت به او گفتم که این تجربه پایان یافته است. گفتم که دیگر در اتاق تاریکش نیست بلکه به آرامی در حال استراحت است. هنوز در خلصه بود. گریش بند آمد. او را در زمان به جلو بردم به زمان حال برگرداندم بیدارش کردم و به او دستور دادم پس از بیرون آمدن از هیپنوتیزم همه چیزهایی را که به من گفته بود به خاطر بیاورد. باقی وقت جلسه را صرف بحث درباره خاطره زنده و ناگهانی لطمی که از پدرش دیده بود کردیم. کمکش کردم این دانستنی تازه را بپذیرد و تکمیل کند. اکنون او میتوانست رابطه با پدرش های او نسبت به خودش انزوا طلبی او و ترسی را که خودش نسبت به پدر احساس می کرد درک کند. هنگامی که از مذهبم بیرون می رفت هنوز می لرزید. اما میدانستم شناختی که کسب کرده ارزش این عذاب گذرا را دارد. در شور و هیجان کشف خاطرات دردناک و عمیقا تأثیر گذار او به کلی فراموش کردم به دنبال ارتباطات احتمالی میان کودکی او و دانشی که در مورد مصر باستان داشت بگردم. اما حداقل درباره گذشتش شناخت بیشتری یافته بود. او تعداد زیادی از رویدادهای وحشت‌آور را به خاطر آورده بود و من بهبود چشمگیری را در علائم بیماریش انتظار می کشیدم. این آگاهی های تازه، هفته بعد گزارش کرد که علائمش همچنان بر جای خود باقی هستند و به همان وخامت همیشگی ادامه دارند. تعجب کردم. نمیفهمیدم اشکال کار در کجاست آیا پیش از سه سالگی هم ممکن بود اتفاقی افتاده باشد دلایلی که ما برای ترس از خفگی ترس از آب از تاریکی از گرفتار شدن یافته بودیم از کافی هم بیشتر بود و با این حال ترس های ناجور و علائم و استراب های غیر قابل کنترل همچنان زندگی او را تباه می کردند. کابوس مانند گذشته وحشت آور بودند. تصمیم گرفتم او را باز هم به عقبتر برگردانم. کاترین در حال هیپنوتیزم با نجوایی آهسته و سنجیده حرف میزد. به همین دلیل من می توانستم حرفهایش را کلمه به کلمه بنویسم و مستقیما از او نقل قول کردم. وقفه ها نمایانگر تعمل در گفتار خود اوست. نه حضب کلمات و نه ویرایش من. بعضی موضوعات تکراری در اینجا حذف شده است. به آرامی او را به سن دو سالگی برگرداندم. اما هیچ خاطره خاصی به یادش نیامد. به نرمی و وضوح به او دستور دادم. به زمان شروع این علائم برو. من اصلا آمادگی آنچه را که در پی می آمد نداشتم. کاترین گفت پله های سفیدی رو میبینم که به یک امارت منتهی میشن یک امارت بزرگ و سفید با ستون های بزرگ که قسمت جلوش بازه. دروازه ای وجود نداره. من لباس بلندی پوشیدم، لباسی کیسه مانند بافته شده از الیاف زخیم. موهام بافته است، موهای بلند بور. من گیج شده بودم. نمیدانستم چه اتفاقی دارد میافتد. از او پرسیدم چه سالی است و نام او چیست؟ آروندا، هیچده سالمه. جلوی امارت یک بازارچه می بینم. سبدا، سبدا رو به دوش می گیرن. ما توی یک دره زندگی می کنیم. آب نداریم. سال 1863 پیش از میلاد مسیحه. منطقه داغ و شنیه. اونجا یه چاه رودخونه نیست. آب از کوه به دره سرازیر میشه. پس از آنکه جزئیات بیشتری از مکان آن ناحیه را توصیف کرد، از او خواستم چندین سال به جلو برود و به من بگوید چه میبیند. اینجا درخت و جاده سنگیه. آتیشی میبینم که روش چیزی میپزن. موهام بوره. لباس بلند و زمختی به رنگ قهوهی پوشیدم و صندل به پا دارم. پنج سالمه. یه فرزند دختر دارم که اسمش کلیستراست. اون راشله. در این زندگی راشل برادرزاده اوست و آنها همیشه رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. من وحشت کرده بودم. عضلات شکمم منقبض شده بود و احساس می کردم اتاق یخ کرده است. تجسمات و بازخانی های او بسیار قطعی به نظر می رسید. حرفهایش مطلقا محتاطانه نبود لباس تاریخها لباسها درختها همه و همه بسیار به وضوح دیده میشدند اینجا چه خبر بود چگونه ممکن بود فرزندی که آن زمان داشت در این زمان برادرزادهش باشد من گیجتر شدم. من هزاران بیمار روانی را تحت درمان گرفته بودم. صدها نفر را هیپنوتیزم کرده بودم و تا کنون حتی در رویاهایشان هم به چنین خیالاتی بر نخورده بودم. از او خواستم پیش برود. و به زمان مرگش برسد. نمیدانستم با کسی که در بهبوه چنین تخیلات یا شاید هم خاطرات سریح و روشنی قرار دارد چگونه باید مصاحبه کنم. اما من گوش به زنگ رویدادهای آزاردهندهی بودم که اساس ترسها. و علائم حاضر او باشند. حوادث حول و حوش تاریخ مرگ می توانستند مشخصا آسیب زننده باشند. ظاهرا یک سیل یا خیزاب جزر و مدی داشت دهکده را نابود میکرد. کرد. موجای بزرگ دارن درختار رو میشکنن. جایی برای فرار نیست. سرده. آب سرده. باید بچم نجات بدم اما نمیتونم. باید اونو محکم بچسبم. غرق شدم. آب داره خفم میکنه نمیتونم نفس بکشم نمیتونم قورت بدم آب شور بچم بچم از بغلم جدا شد کاترین <تصحنت> نفس نفس میزد و در تنفس اشکال داشت ناگهان بدنش کاملا آرام گرفت و تنفسش عمیق و عادی شد. ابرا رو می بینم. بچم پیش منه. بقیه اهالی ده کدم همینطور. برادرم رو می بینم. من متحیر بودم. زندگی گذشته بازگشت مجدد به جسم ذهن پزشکی هم به من می گفت که او این چیزها را تصور نمی کرده و از خودش در نیاورده است. افکارش، بیانش، توجهش به جزئیات خاص، همه مغایر با حالت خداگاه او بودند. کل حدود و هیته ممکنات در تشخیص های روانپزشکی از ذهنم گذشت. اما نه وضعیت روانی و نه ساختار شخصیتی او این رازگشایی را توضیح نمیداد. جنون ادواری نه او هرگز نشانی از اختلال در ادراک یا تفکر نداشت. او هرگز دچار توهم شنوایی به صورت شنیدن صداها یا توهمات بینایی در بیداری یا هر جور حوادث زمینی روانی نشده بود. او دچار توهم نمیشد. یا ارتباطش را با واقعیت از دست نمیداد. او شخصیت دوگانه یا دو بخشی نداشت. تنها یک کاترین وجود داشت و زمیر خداگاهش از این واقعیت کاملا آگاه بود. در او هیچ گونه تمایل به اجتماع گریزی یا اجتماع ستیزی وجود نداشت. او بازیگر نبود. هیچ نوع دارو یا مواد توهمزا مصرف نمی کرد. الکل هم مصرف نمی کرد. به هیچ نوع بیماری عصبی یا روانی که بتواند این تجربیات ناگهانی و زنده حین هیپنوتیزم را توجیه کند مبتلا نبود اینها نوعی خاطرات بودند اما از کجا واکنش ناخداگاه من این بود که بر پدیده ای لغزیدم که دربارش بسیار کم می دانم. بازگشت به جسم و خاطرات زندگی های گذشته. به خودم گفتم ممکن نیست. ذهن تعلیم دیده ی علمیم مقاومت می کرد. با این حال چنین چیزی وجود داشت درست در مقابل چشمانم. نمی توانستم توضیحش بدهم و نمی توانستم واقعی بودنش را انکار کنم. با لحنی کمتر عصبی اما مجذوب آنچه در حال وقوع بود گفتم ادامه بده آیا چیز دیگه ای به یاد میاری؟ او تکه هایی از دو زندگی دیگر را به خاطر آورد. لباس سیاهی با بند سیاه تنمه. روی سرمم یک نوار سیاهه. موهام تیره با رگه های خاکستریه. سال 1756 بعد از میلاده. من اسپانیایی هستم. اسمم لویزاست و 57 سالم. دارم میرقصم. دیگران هم دارن میرقصن. اینجا او تعملی بسیار طولانی کرد و بعد ادامه داد من بیمارم تب دارم عرق سرد خیلی از مردم بیمارن مردم دارن میمیرن دکترها نمیفهمن که این بیماری از آبه او را در زمان به جلو بردم من خوب میشم اما سرم هنوز درد میکنه. هنوز سر و چشمام در اثر تبی که از آب اومده درد میکنه. خیلی ها می میرن. بعدها به من گفت که در آن زندگی فاحشه بوده است. اما این را به کسی نگفته چون خجالت میکشید است. از آنجا که کاترین برادرزاده خود را در یک زندگی باستانی باز شناخته بود ناخداگاه از او پرسیدم که آیا من در هیچ یک از زندگی های حضور داشتم؟ کنجکاو بودم بدانم در یادآوری او نقشی هم دارم و اگر دارم آن نقش چیست؟ برعکس دفعات پیش که کند و با تومنینه به خاطر می آورد به سرعت پاسخ داد تو معلم منی روی یه تاخچه نشستی از روی کتاب به ما درس میدی تو پیری موهات خاکستریه لباس سفیدی با حاشیه طلایی داری اسمت دیوژنه تو به ما نشانه ها و مسلس ها رو یاد میدی. خیلی عاقلی. اما من چیزی از درست نمیفهمم. الان سال 1568 قبل از میلاده. این تقریبا 1200 سال پیش از دوران فیلسوف معروف پیرو مکتب کلبیون دیوژن است. این نام در یونان باستان متداول بوده است. جلسه اول پایان یافته بود. جلسات شگفتانگیز تری در راه بود. پس از آنکه کاترین رفت و طی چند روز بعد روی جزئیات بازگشت به گذشته به کمک هیپنوتیزم به دقت فکر کردم. تعمق کردن عادت من بود. از کمترین جزئیات مربوط به یک ساعت درمان عادی هم نمیگذشتم و با اشتیاق فراوان به تجزیه و تحلیل ذهنی آن می پرداختم. چه به این جلسه که اصلا عادی نبود. علاوه بر این من نسبت به نظریه زندگی پس از مرگ بازگشت به جسم تجربیات خارج از جسم و پدیده های مربوط به آن بسیار شکاک و بدبین بودم. و بالاخره بخش منطقی وجود من می ممکن است اینها همه خیالات کاترین باشد. در عمل نخواهم توانست هیچ یک از جلسات یا تجسمات او را ثابت کنم. اما ضمنا هرچند به ابهام افکاری ژرفتر که بار احساسی کمتری هم داشت از ذهنم میگذشت این افکار به من میگفت ذهنت را باز نگه دار علم حقیقی با مشاهده آغاز می شود. خاطرات او شاید خیال یا تصور نباشند. ممکن است چیزهایی باشد که چشم نتواند ببیند و حواس دیگر نتوانند احساس کنند. ذهنت را باز نگهدار و اطلاعات بیشتری کسب کن. فکر مزاحم دیگری هم داشتم. آیا ممکن بود کاترین که آنقدر مستعد استراب و ترس بود دوباره حاضر شود تن به هیپنوتیزم بدهد تصمیم گرفتم به او تلفن نکنم بگذارم او هم این تجربه را هضم کند تا هفته بعد صبر می کردم. یک هفته بعد کاترین برای جلسه هیپنوتیزم بعدی با شادی به مطبم آمد. زیبا و بیش از هر وقت دیگر جذاب شده بود. با خوشحالی اعلام کرد که وحشت یک عمرش از غرق شدن ناپدید شده است. ترس از خفه شدنش به نحو قابل ملاحظه‌ای تخفیف یافته است. دیگر با کابوس خراب شدن پل از خواب نمی پرد. با آنکه جزئیات خاطره زندگی گذشتهاش را به یاد داشت هنوز نتوانسته بود اساس و مساله آن را در ذهنش یک دست کند. مفهوم زندگی های گذشته و بازگشت به جسم با فلسفه او در خصوص نظام عالم وجود مغایر بود. اما با این حال خاطرات آنچنان زنده، دیده ها، شنیده ها و بوها آنچنان واضح و روشن، علم به اینکه آنجا بوده است چنان نیرومند و بلاواسطه بود که احساس می کرد در واقع باید آنجا بوده باشد. او شک نداشت. تجربه ای که به دست آورده بود او را در خود می گرفت. با این حال حواسش معطوف به چگونگی همخانی این تجربیات با اعتقادات همه عمرش بود. در طول هفته جزوهی مربوط به سیر تطبیقی مذاهب که واحدش را در سالهای اول و دوم دانشگاه کلمبیا انتخاب کرده بودم مطالعه کردم. در این جزوه منابع بسیاری مربوط به بازگشت به جسم چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید وجود داشت. در سال 325 بعد از میلاد کنستانتین کبیر امپراتور روم به همراه مادرش هلنا این منابع موجود در عهد عتیق انجیل را حذف کردند. در دومین اجلاس کنسول ها در قسطنطنیه در سال 553 بعد از میلاد این عمل تایید شد و اعلام شد که مفهوم بازگشت به جسم کفر محسوب می شود. ظاهرا گمان می کردند این مفهوم باعث می شود انسانها دریابند که برای رستگاری فرصت زیادی دارند و این از اقتدار رو رشد کلیسا بکاهد. با این حال منبع اصلی وجود داشت. اولین کشیشان کلیسا مفهوم زندگی های متوالی را پذیرفته بودند. عرفای مسیحی قرون اولیه مسیحیت کلمنت اول در اسکندریه که اسقف قدیم روم بود اریگن اهل اسکندریه که از سال 185 تا 254 میلادی میزیسته و سعی کرده اصول عقاید مسیحیت را به صورت فلسفی درآورد سنجروم و بسیاری دیگر باور داشتند که پیشتر زندگی کردند و پس از این هم دوباره زندگی خواهند کرد من به هر طریق هرگز بازگشت به جسم را باور نکرده بودم. در واقع هرگز برای فکر کردن به آن وقت صرف نکرده بودم. هرچند تعالیم مذهبی سالهای اولیه زندگیم به من می آموخت که روح پس از مرگ موجودیت مبهم و نامعلومی دارد باز هم در خصوص این معنا متقاعد نشده بودم. میان چهار خواهر و برادر من بزرگترین بودم. ما هر کدام سه سال با دیگری تفاوت داشتیم. ما متعلق به یک یه کنیسه یهودی یه کار در ردبنک شهر کوچکی واقع در سواحل نیوجرسی بودیم. من مسلح و سیاستمدار خانواده بودم. پدرم بیش از بقیه ما درگیر مسائل مذهبی بود. او مذهب را هم مانند سایر غذایای زندگی بسیار جدی می گرفت. موفقیت های تحصیلی فرزندان بزرگترین شادی زندگیش بود. او از مشاجرات خانوادگی به سهولت آزرد خاطر می شد و خود را کنار می کشید. و مرا به میان می آورد تا میانجیگری کنم. این رفتار با آنکه آماده سازی بسیار خوبی بود برای رشته روانپزشکی، اما وقتی به عقب برمیگردم می بینم کودکیم را سنگین تر و پرمسئولیتتر تر از آنی کرد که میخواستم. هنگامی که این کودکی را پشت سر گذاشتم مرد جوان بسیار جدی بودم که به مسئولیت‌های سنگین عادت داشت مادرم همواره عشقش را ابراز می‌کرد هیچ چیز مانعش نمی‌شد او که از پدرم هم ساده تر بود از گناه شهادت توبه و شرمندگی و مفاهیم مشابه آن به عنوان ابزاری برای گول زدن بچه استفاده می کرد بی آنکه دربارش تعمق کند. با این حال به ندرت افسرده و غمگین می و ما همیشه می روی محبت و حمایتش حساب کنیم. پدرم با سمت عکاس صنعتی شغل خوبی داشت و اگرچه ما همیشه به قدر کافی خوراک داشتیم اما درآمدمان کم بود وقتی نه سالم بود برادر کوچکترم پیتر به دنیا آمد ما شش نفر ناچار بودیم آپارتمان دو خوابه باغچه دارمان را میان خود تقسیم کنیم. زندگی در این آپارتمان کوچک پر جنب و جوش و پر سر و صدا بود و من به کتابهایم پناه می بردم. در ساعاتی که مشغول به بازیهای بیسبال و بسکتبال یعنی دو کار دیگر مورد علاقم در کودکی نبودم نامحدود کتاب می خاندم. میدانستم که درس خواندن مرا از این شهر کوچک که میزان رفاهش همینقدر بود که میدیدم بیرون خواهد برد من همیشه شاگرد اول یا دوم کلاس بودم هنگامی که برای تحصیل در دانشگاه کلمبیا بورس گرفتم مرد جوان جدی و درسخانی بودم موفقیت های تحصیلی برایم همچنان به راحتی به دست می آمد. رشته شیمی خواندم و با نمرات عالی به پایان رساندم. تصمیم گرفتم روان پزشک بشم. چون ترکیبی بود از علاقه من به علم و دلبستگیم به عملکرد ذهن انسان. علاوه بر این حرفه پزشکی به من فرصت میداد توجه و علاقه ام را نسبت به سایرین ابراز کنم. در این بین در تعطیلات تابستانی در هتلی در کوهستان جایی که من به عنوان پادو کار می کردم و او یکی از میهمانان هتل بود با کارول آشنا شده بودم. ما نوعی جازبه آنی و آشنایی و آرامش شدید نسبت به یکدیگر احساس کردیم. با هم تماس گرفتیم، قرار ملاقات گذاشتیم، عاشق هم شدیم و در سالهای اول تحصیلم در دانشگاه کلمبیا با هم نامزد شدیم. او هم زیبا و هم باهوش بود. همه چیز خوب در جای خودش نشسته بود. تعداد کمی از مردان جوان به زندگی و مرگ و زندگی پس از مرگ فکر می کنند. مخصوصا وقتی همه چیز به خوبی جریان داشته باشد. و من هم مستثنا نبودم. من داشتم دانشمند می شدم و یاد می گرفتم به روشهای منطقی غیر احساسی و علمی فکر کنم. دانشکده پزشکی و دوره رزیدنتی در دانشگاه ییل بیش از پیش روش علمی و این نوع تفکر را در من متبلور کرد. رساله تحقیقاتی من درباره شیمیایی مغز و نقش فرستنده های عصبی بود که پیاماوران شیمیایی در بافت مغز هستند. من به گروه جدید روانپزشکان بیولوژیکی پیوستم. آنهایی که نظریه ها و تکنیک های سنتی روانشناسی را با علم جدید شیمیایی مغز ادغام کرده بودند. مقاله های علمی زیادی نوشتم. در کنفرانس های ملی و محلی سخنرانی کردم و در رشته خودم تبهر یافتم. من کمی متعصب، تندرو و انعطاف ناپذیر بودم. اما اینها به حال حرفه پزشکی مفید هستند. در مجموع خود را آماده درمان هر بیماری می دیدم که پا به مطب به من میگذاشت. آنگاه کاترین به قالب آروندا وارد شد. دختر جوانی که در 1863 پیش از میلاد زیسته بود. و اکنون دوباره اینجا بود. شادتر از هر زمان دیگری که دیده بودمش. بار دیگر نگران شدم مبادا کاترین آمادگی ادامه کار را نداشته باشد. اما او با اشتیاق آماده هیپنوتیزم شد و سریعا به خواب مغناطیسی عمیقی فرو رفت. دارم تاج گل روی آب میندازم. این یه مراسمه. موهام بور و بافت است. من یه لباس قهوه‌ای و طلایی پوشیدم و صندل به پا دارم. یه نفر مرده. یه نفر از خانواده سلطنتی، مادر خانواده. من در کاخ سلطنتی مستخدمم و به آشپزا کمک میکنم. ما اجساد رو به مدت سی روز در آب نمک میذاریم. اجساد خشک و قطعه قطعه میشن. میتونم بوشون رو حس کنم بوی اجساد رو او خود به خود به زندگی آروندا بازگشته بود اما به قسمت دیگری از آن زندگی به قسمتی که وظیفش آماده سازی اجساد بعد از مرگشان بود کاترین ادامه داد میتونم اجساد رو در یک ساختمون جداگانه ببینم. ما داریم اونا رو میپیچیم. روح ازشون جدا میشه. ما متعلقاتمون رو با خودمون میبریم تا برای زندگی بهتری در آینده آماده بشیم. او داشت چیزی شبیه به مفاهیم مصری درباره مرگ و پس از مرگ بیان میکرد. مفاهیمی که با کل اعتقادات ما مغایر بود. در آن اعتقاد فرد مجاز بود متعلقاتش را با خود ببرد. آن زندگی را رها کرد و به استراحت پرداخت. پیش از آن که وارد یک دوران به ظاهر باستانی شود چند دقیقه ای تعمل کرد. یخ می بینم یخ به سقف قاری آویزونه سخره ها او به طور مبهم محلی تاریک و دلگیر را توصیف کرد و اکنون به وضوح احساس ناراحتی می کرد. سپس توصیف کرد که در ارتباط با خودش چه دیده است. من زشت و کثیف و متعفن بودم. آن زندگی را به سوی زندگی دیگری رها کرد. اینجا امارت وجود دارن و یک گاری با چرخای سنگی. موهام قهوهیه. پارچه ای روی سرم انداختم. داخل گاری پر از کاهه. من خوشحالم. پدرم اونجاست. اون بغلم کرده. اون, اون ادوارده. ادوارد پزشک اطفالی است که اصرار داشت کاترین به دیدن من بیاید اون پدرمه ما در یک دره پردرخت زندگی میکنیم توی حیات درختای زیتون و انجیر داریم مردم روی کاغذ چیزی می نویسن. علامت عجیبی شبیه حروف روی کاغذه. مردم همه روز می نویسن و یه کتاب خونه درست می کنن. سال 1536 قبل از میلاده زمین لمی از رعه اسم پدرم پرسوسه تاریخش درست جور در نمی آمد اما من مطمئن بودم که او در همان زندگی است که در جلسات هفته پیش گزارش کرده از او خواستم در همان زندگی بماند و به جلو برود پدرم تو رو میشناسه تو و اون درباره محصول، قانون و حکومت حرف میزنید اون میگه تو خیلی باهوشی و من باید به حرفت گوش بدم او را در زمان باز هم به جلوتر بردم پدرم توی اتاق تاریک دراز کشیده پیر و مریضه سرده احساس خل می کنم. در زمان پیش رفت و به مرگ خودش رسید. حالا من پیر و نحیف هستم. دخترم اونجاست نزدیک تختم. شوهرم مرده. دامادم و بچه هاشون اونجا هستن. آدم های زیادی اونجا هستن. این بار مرگ او در آرامش بود. داشت شناور میشد. شناور؟ این مرا به یاد تحقیقات دکتر ریموند مودی درباره افرادی که تجربه نزدیک مرگ داشتند انداخت. آن افراد هم به یاد می آوردن که شناور هستند. بعد به عقب و به طرف جسدهایشان کشیده می شوند. کتاب او را سالها پیش خوانده بودم و اکنون به ذهن می سپردم که دوباره بخوانم. گمان نمی کردم کاترین بتواند چیز دیگری را پس از مرگش به خاطر بیاورد. اما او فقط می توانست بگوید من شناورم. او را بیدار کردم و جلسه به پایان رسید. عتشی سیری ناپذیر به دنبال هر مقاله علمی که درباره بازگشت به جسم نوشته شده باشد در کتابخانه های پزشکی به جستجو پرداختم. کارهای دکتر یان استیونسون استاد معتبر روانپزشکی در دانشگاه ویرجینیا که بسیار زیاد در مطبوعات مربوط به روانپزشکی مطلب نوشته است را مطالعه کردم. دکتر استیونسون بیش از 2000 نمونه از خاطرات و تجربیات بازگشت به جسم کودکان را جمع کرده است. برخی از خود حالت بیگانه نمایی نشان دادند. یعنی توانایی صحبت به زبانی بیگانه که هرگز یاد نگرفتند. موارد گزارش شده او به دقت تکمیل شده، تحقیق به درستی انجام گرفته و حقیقتا شاخص است. مطلبی در مورد یک دیدگاه علمی بسیار عالی از ادگار میچل خواندم. با علاقه فراوان گزارش ای از دانشگاه دوک را آزمایش کردم. همچنین مقالات پروفسور سی جی دوکاسه از دانشگاه برام را مطالعه کردم. با اشتیاق تحقیقات دکتر مارتین ابون، دکتر هلن ومباخ، دکتر گرت اشمیدلر، دکتر فردریگ لنز و دکتر ادیت فیوره را تحلیل و بررسی کردم. هرچه بیشتر میخواندم بیشتر دلم میخواست بخوانم. کم کم فهمیدم با آنکه خودم را در زمینه کلی روانپزشکی تحصیل کرده و تعلیم دیده میدانستم دانشم بسیار محدود بوده است. کتابخانه‌هایی وجود دارند که مملو از چنین مطالب و تحقیقاتی هستند و عده کمی از وجودشان باخبرند. قسمت عمده این تحقیقات توسط پزشکان و دانشمندان مشهوری انجام، تفکیک و تکرار شدند. آیا می شود که همه ی آنها اشتباه یا فریب کارانه باشد؟ شواهد قاطع و قوی از این نظریات جانبداری می کرد. با این حال من شک می کردم. چه قوی و قاطع بود چه نبود باور کردنشان برایم دشوار بود. هم من و هم کاترین هر کدام به روش خود به شدت تحت تاثیر این تجربیات قرار گرفته بودیم. کاترین از جهات عاطفی در حال بهبود بود و من در حال وسعت بخشیدن به افقهای ذهنم بودم. کاترین در طول سالها به خاطر ترسهایش عذاب کشیده بود و سرانجام احساس رهایی می کرد. چه از طریق خاطرات واقعی و چه از طریق خیالات زندهش برای کمک به او راهی یافته بودم و خیال نداشتم توقف کنم. در شروع جلسه بعد همچنان که کاترین به خواب فرو می رفت من به همه این چیزها فکر کردم. پیش از شروع هیپنوتیزم کاترین خوابی را برایم تعریف کرد این خواب درباره بازی بود که روی پله های سنگی قدیمی می کرد. بازی با یک صفحه شطرنج سوراخدار انجام می شود. این رویا به خصوص برایش بسیار زنده بود. اکنون به او گفتم ورای محدوده طبیعی فضا و زمان به عقب برگردد. به عقب برگردد و ببیند آیا رویایش در زندگی دیگری ریشه دارد یا خیر. پله هایی میبینم که به یک برج ختم میشه. این برج مشرف به کوهستان و دریاست. من یه پسرم. موهای بور عجیبی دارم. لباسم کوتاه سفید و قهوه‌ای از پوست حیوانات ساخته شده. چند مرد بالای برج هستن و اطراف رو میپایند. نگهبانا اونا کثیفن. نوعی بازی شبیه چکرز میکنن اما چکرز نیست. تخته بازیشون گرده. چهار گوش نیست. اونها با قطعاتی تیز مثل خنجر بازی میکنن. این قطعات با سوراخها جور هستند روی این قطعه ها شکل سر حیواناته. سرزمین کرستان از منطقه هلنده. حوالی سال 1473 اسم محلی را که در آن زندگی می کرد از او پرسیدم. پرسیدم آیا می تواند تاریخی را ببیند یا بشنود؟ حالا من در یک بندر ساحلی هستم. پیشرفتگی خشکی در دریا. یک قلعه نظامی اینجاست و آب. یک کلبه می بینم. مادرم داره در یک ظرف سفالی آشپزی میکنه. اسم من یوهانه. او به سوی مرگش پیش میرفت. در این مرحله من هنوز در جستجوی یک رویداد تکان دهنده قالب و منحصر به فرد بودم که یا موجب نشانه های بیماری او در زندگی فعلیش باشد و یا بتواند آن را توضیح دهد. حتی اگر این تجسمات فوقلاد سریع و واضح خیال بودند که چندان مطمئن نبودم آنچه باور یا فکر می کرد همچنان می توانست علت علائم بیماریش باشد. گذشته از این من کسانی را دیده بودم که از دیدن رؤیاهایشان شکه شده بودند. بعضیهاشان به یاد نمی آوردند که آیا ضربه عاطفی در کودکی حادث شده بود یا در رؤیایشان اتفاق افتاده بود. با این حال خاطره این شوک روحی همچنان در بزرگسالی راحتشان نمیگذارد. آنچه که تا آن زمان هنوز چندان بها می دادم. این بود که ضربات ثابت و یک نواخت تأثیرات زیربنایی روزمره مانند انتقادات والدین می تواند حتی بیشتر از یک شک مشخص روانی از خود آسیب و جراحت به جای گذارد. این تاثیرات مخرب از آنجا که با زندگی روزمره امان آمیخته می شوند مشکل تر به خاطر می آیند و دشوارتر تخلیه و رفع می شوند. کودکی که دائما از او انتقاد می شود درست به اندازه کودکی که به خاطر می آورد در یک روز وحشتناک خاص، تحقیر شده اعتماد به نفس و احترام به نفس خود را از دست می دهد. کودکی که خانوادهش فقیر هستند و در زندگی روزمره دوچار کم است ممکن است سرانجام دوچار همان مشکل روانی شود که کودکی که یک رویداد مهم مربوط به گرسنگی را که منجر به مرگش شود تجربه کرده است. به زودی در میافتم که ضربات روزمره نیروهای منفی باید همچون یک ضربه عاطفی قوی درک و حل شود و به همان میزان هم به آن توجه شود. کاترین شروع به صحبت کرد. تعدادی قایق اینجاست. قایق های مثل کانو با رنگ های درخشان در ناحیه پراویدنس در آمریکا. ما اسلحه داریم، نیزه، تیر و کمون، اما کمی بزرگتر. در قایق پاروهای بزرگ عجیبی وجود داره. همه باید پارو بزنن. ممکنه گم بشیم. هوا تاریکه هیچ چراغی نیست. من میترسم. های دیگه ای هم با ما هستن. من از حیوانات میترسم. ما روی پوست کسیف حیوانات که بوی چرک میده میخوابیم. دیدبانی میکنیم. کفشام عجیبه مثل کیسه است. دور قوزک پا بند داره. از پوست حیوونا درست شده. در اینجا وقفه ای طولانی. صورتم از حرارت آتیش داغه. مردم من دیگران رو میکشند اما من نه. من نمیخوام کسی رو بکشم. در دستم کارد دارم. ناگهان به خورخور خور و نفس نفس افتاد گفت که یکی از جنگجویان دشمن گردن او را از پشت گرفته و با کاردش گلوی او را بریده او پیش از مرگ چهره قاتلش را دید او استوارت بود دوست پسرش صورتش شکل دیگری داشت اما کاترین میدانست که خودش است یوهان در سن 21 سالگی مرده بود سپس خود را در حالت شناور بالای جسدش دید که مشغول نظاره صحنه پایین است او بی اختیار به سوی ابرها کشیده شد خود را بهت زده و سردرگم احساس می کرد. بعد از مدت کمی احساس کرد به طرف فضایی تنگ و گرم کشیده می شود. داشت متولد می شد. آهسته و خواب زده نجوا کرد. یک کسی منو گرفته. کسی که قابل است. لباس سبز و پیشبند سفید تنشه. یه کلاه سفیدم داره که گوشه هاش به عقب تا شده. اتاق پنجره های عجیبی داره. چند قسمتیه. ساختمون سنگیه. مادرم موهای بلند تیره داره. میخواد منو بغل کنه. مادرم لباس زبر و عجیبی تنشه. به پوستم که مالیده میشه آزارم میده. خوشم میاد زیر نور آفتاب و توی گرما قرار بگیرم. همون همون مادر فعلیمه. در جلسات گذشته به کاترین تذکر داده بودم که در این زندگی ها به چهره افراد خاص خوب نگاه کند. و ببیند آیا می تواند آنها را در قالب اشخاص به خصوصی در زندگی فعلیش بشناسد یا خیر. طبق نوشته اغلب محققین ارواح تمایل دارند که در گستره چندین زندگی به صورت گروهی مکررن به جسم بازگردند و به سرنوشتشان عمل کنند دویونی را که به دیگران و به خودشان دارند ادا کنند و درسشان را بیاموزند. در مطب ساکت و کم نورم تصمیم داشتم در تلاش برای درک و حزم نمایش منحصر به فردی که رازگشایی میشد در حالی که هیچ کس از آن خبر نداشت صحت و سقم این اطلاعات را بررسی کنم. احساس می کردم برای ارزش گذاری این مطالب بسیار غیرعادی که از میان لبهای کاترین بیرون می آمد ناگزیر باید از روش های علمی استفاده کنم که ظرف پانزده سال گذشته همیشه در تحقیقاتم مورد استفاده قرار دادم. خود کاترین به واسطه این جلسات از نظر روحی بیش از پیش قوی شده بود. او درباره ملت ها و رویدادهایی که صحت آن به اثبات رسیده بود روشنبینی یافته بود. در طول مدت هیپنوتیز پیش از آن که فرصت پرسش پیدا کنم سوالاتم را حدس میزد. اغلب رویاهایش توان پیشگویی و الهام داشت. به مناسبتی والدینش به دیدنش آمدند. پدرش نسبت به آنچه در حال وقوع بود تردید بسیار نشان داد. برای ثابت کردن صحت حرفهایش پدر را به میدان مسابقه اتومبیل رانی برد. در آنجا در مقابل چشمان او برنده هر مسابقه را از پیش تعیین کرد. پدرش مبهوت شده بود. بعد از آنکه یقین کرد حرفش به اثبات رسیده همه مبلغی را که در شرط بندی برده بود به اولین فقیری که در بازگشت به خانه سر راهش قرار گرفت داد او با روشنبینی احساس کرده بود که قدرتهای روحی را که جدیدا کسب کرده نباید در راه مادیات صرف کند. برای او این قدرتها مفهوم بسیار والاتری داشتند. به من گفت این تجربه ها کمی او را می ترساند ولی از پیشرفتی که داشت آنچنان خوشحال بود، که مشتاقانه میخواست کار را ادامه دهد. من از مشاهده قدرت های روحی او و خصوصا ماجرای مربوط به مسابقه اتومبیل رانی هم متحیر شده بودم و هم مجذوب. این یک گواه مشهود و ملموس بود. او بیلیت برنده همه مسابقات را در دست داشت. این اتفاقی نبود. چیزی بسیار کهن در طول این دو سه هفته در شرف وقوع بود و من با خود نبرد می کردم که دیدگاه های قبلیم را حفظ کنم. من نمی توانستم نیروهای روحی او را انکار کنم. و اگر این نیروها واقعی بودند و می توانستند شواهدی عینی به دست دهند آیا ممکن بود که بازگویی زندگی های گذشتهش هم واقعیت داشته باشد اکنون به زندگی بازگشت که در آن تازه متولد شده بود این بازگشت به جسم ظاهرا مربوط به همین اواخر بوده است اما او نمیتوانست سالی را تعیین کند نامش الیزابت بود حالا بزرگتر شدم یک برادر و دو خواهر دارم میز شام میبینم پدرم اونجاست اون ادوارد پزشک اطفالی که یک بار دیگر هم پدرش بوده است پدر و مادرم دوباره دارن دعوا میکنن. شام سیب زمینی و لوبیا داریم. اون از اینکه شام سرده عصبانی شده. اونا خیلی دعوا میکنن. همیشه مشروب میخوره. اون مادرم رو کتک میزنه. صدای کاترین وحشت زده بود و به وضوح میلرزید. اون بچه ها رو هول میده. اون مثل پدری که سابق داشتم نیست. آدم دیگه ای شده که دوستش ندارم. کاش می رفت. با لحن بچگانه حرف می زد. مسلما سوالاتی که من در این جلسه از او کردم بسیار با سوالاتی که معمولا در جلسات روان درمانی از او می کردم فرق داشت. با کاترین بیشتر شبیه به یک راهنما رفتار می کردم. سعی می کردم ظرف یکی دو ساعت یک زندگی کامل را به دنبال وقایع تکان دهنده و الگوهای مزر که باعث ناراحتی های زندگی از شدند مرور کنم. درمانهای معمول با گامهای بسیار آهسته تر و مشروع تر به پیش می رود. هر کلمه ای که از دهان بیمار خارج شود به دنبال یافتن مفاهیم نهان به صورت دقیق تر تحلیل می شود. هر اشاره صورت، هر حرکت بدن، هر زیر و بم صدا مهم است و ارزیابی می شود. هر واکنش احساسی به دقت موشکافی می شود. الگوهای رفتاری با زحمت بسیار کنار هم قرار می گیرند. اما با کاترین سالهای طولانی در چند دقیقه مثل برق می گذشتند. جلسات کاترین مانند راندن یک ماشین مسابقه با آخرین سرعت بود و سعی بر اینکه چهره هایی را در جمع شناسایی کنیم. توجه هم را دوباره معطوف به کاترین کردم و از او خواستم در زمان پیش برود. حالا ازدواج کردم. خونه ما یه اتاق بزرگ داره. شوهرم رو نمیشناسم. هنوز بچه نداریم. اون با من خیلی خوبه. ما همدیگر رو دوست داریم و خوشبختیم. ظاهرا او با موفقیت از محرومیت های موجود در خانه والدینش فرار کرده بود. از او خواستم محیط زندگیش را مشخص کند. کاترین با تردید و آهسته گفت برنینگتون اینجا کتابایی با جلدای عجیب وجود داره. بزرگترین کتاب با تسمه بسته میشه. کتاب مقدسه. اینجا نامه های بزرگ تجملی هم هست به زبان بومی اسکاتلندی. در اینجا کلماتی گفت که من نتوانستم تشخیص بدهم. نمیدانم به زبان بومی اسکاتلندی بود یا نه. ما در عمق خشکی زندگی می کنیم، نه کنار دریا. اینجا یه مزرعه است که توش خوک و بره وجود داره. این مزرعه مال ماست. ما دو پسر داریم. پسر بزرگمون داره ازدواج میکنه. برج کلیسا رو میبینم. یک ساختمان سنگی خیلی قدیمی. ناگهان سرش درد گرفت. کاترین درد میکشید و ناحیه شقیقه چپش را چنگ میزد. گفت که روی پله های سنگی افتاده است. اما بعد خوب شد. او در سنین پیری، در رخت خواب، در خانه خودش و در حالی که افراد خانواده دورش بودند مرد. دوباره بعد از مرگ بر فراز جسدش شناور شد. اما این بار گیج و سردرگم نبود. متوجه نوری میشد از این نور انرژی می گیرم. او در حالت استراحت پس از مرگ در فاصله میان دو زندگی بود. دقایقی در سکوت گذشت. ناگهان به حرف آمد. اما نه با آن صدای نجوایی که در این اواخر حرف میزد. اکنون صدایش خشک و رسا و بیتردید بود وظیفه ما یاد گرفتنه وظیفه ما اینه که از طریق دانش خداگونه بشیم ما خیلی کم میدونیم تو اینجا هستی که معلم من باشی خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرم با دانش میتونیم به خدا برسیم و اون وقت آروم بگیریم. بعد بر میگردیم که به دیگران بیاموزیم و کمک کنیم. زبانم بند آمد. این درس از زمان پس از مرگش از مرحله میانی زندگیهایش آمده بود. منبع این اطلاعات چه بود؟ این مطلقا کاترین نبود. او هرگز این چنین حرف نزده بود. از این کلمات و جمله پردازی استفاده نکرده بود حتی لحن صدایش به کلی فرق داشت. در آن لحظه متوجه نشدم علا رقم آن که کاترین این کلمات را ادا کرده بود منشأ این افکار خودش نبود او داشت آنچه را به او گفته میشد منتقل می کرد. بعدها استادان یعنی ارواح به تعالی رسیدهی که در جسم نبودند را به عنوان منبع این جملات شناسایی کرد. این استادان می توانستند از طریق کاترین با من حرف بزنند. کاترین نه تنها می توانست به زندگی های گذشته سفر کند بلکه اکنون می توانست دانشی را از ماورا منتقل کند. دانشی بس زیبا تلاش کردم عینیت ذهنی خودم را حفظ کنم. بود تازهی مطرح شده بود. کاترین هرگز نوشته های دکتر الیزابت کوبلر راس یا دکتر ریموند مودی که هر دو درباره تجربیات نزدیک مرگ مطلب نوشته بودند را نخوانده بود. او هرگز نام کتاب تبتی مرگ را نشنیده بود با این حال تجربیاتی مشابه آنچه در آن نوشتهها آمده بود را بازگو کرد اما اینها فقط شواهدی مشابه بودند اگر حقایق دیگری در دست داشتم جزئیات دیگری که بتوان بر اساس آنها تحقیق کرد شک گراییم متزلزل می شد. شاید در ای درباره تجربیات نزدیک مرگ مقاله خوانده باشد یا مصاحبه ای را در نمایشی تلویزیونی دیده باشد با آنکه او هر گونه یادآوری آگاهانه را در مورد چنین مقاله یا نمایشی انکار می کرد؟ شاید که یک خاطره ناخداگاه را در ذهن نگه داشته بود. اما او فراتر از این نوع نوشته ها رفته بود و پیام را از مراحل میانی دو زندگی منتقل می کرد. کاش اطلاعات بیشتری در دست داشتم. کاترین پس از بیداری مطابق معمول جزئیات زندگی گذشتش را به خاطر داشت. به هر حال در مورد آنچه پس از مرگ الیزابت بر او گذشته بود چیزی به خاطر نمی آورد. او میرفت که دیگر هرگز صحبتها و جزئیات مربوط به مراحل میانی و استادان را به خاطر نیاورد او فقط زندگیها را به خاطر میآورد با دانش به خدا میرسیم و ما در راه بودیم خانه مکب شکل سفیدی می بینم که جلوش یک جاده شنی کشیده شده. مردم سوار اسب میان و میرن. کاترین داشت با صدای آهسته و خواب زده معمولش حرف میزد. اونجا درخت می بینم. یه مزرعه یه خونه بزرگ با چند خونه کوچیکتر مثل خونه برده ها. خیلی گرمه. جنوبه. فکر کنم ویرجینیا. به گمان او سال 1873 بود و او هم بچه بود. اونجا اسبایی هست و تعداد زیادی کپه های محصولات درو شده. ذرت تنباکو او و سایر مستخدم ها در آشپزخانه امارت بزرگ بودند. او سیاه پوست بود و اسمش عبی بود. احساس می کرد واقعه شومی در حال وقوع است و بدنش در حالت تنش بود. امارت بزرگ آتش گرفته بود. او دید که همه ساختمان سوخت و نابود شد. او را پانزده سال به جلو به سال 1888 بردم. لباس کهنه ای پوشیدم. دارم آینه ای رو در طبقه دوم یه خونه تمیز می کنم. یه خونه آجوری که چندین پنجره داره. با قاب های شیشه ای زیاد. آینه موج داره، صاف نیست و دور تا دورش گره داره. اسم صاحب خونه جیمز مانسونه. اون کت سدگمه عجیبی پوشیده که یقه بزرگ سیاهی داره. ریش داره. اونو توی این زندگی نمیشناسم. با من خوب رفتار میکنه. من در خونه ای تو املاک اون زندگی می کنم. اتاقا رو تمیز می کنم. توی املاکش یک مدرسه هست اما من اجازه ندارم به اون مدرسه برم. من کره هم درست میکنم. کاترین زمزمه می کرد. از کلمات بسیار ساده استفاده می کرد و با دقت زیاد به جزئیات می پرداخت. ظرف پنج دقیقه بعد من طرز ساختن کره را یاد گرفتم. دانش عبی در درست کردن کره به وسیله چرخ برای کاترین هم تازه بود. او را در زمان به جلو بردم. من با کسی هستم. اما فکر نمی کنم با هم ازدواج کرده باشیم. ما با هم ارتباط نزدیک داریم اما همیشه با هم زندگی نمی کنیم. من باهاش مشکلی ندارم اما چیز خاصی بین ما نیست. بچه ای در کار نیست. درختای سیب و اردک می بینم. آدمای دیگه از ما دورن. دارم سیب میچینم چیزی باعث خارش چشمام شده. کاترین با چشم بسته شکلک درآورد. دوده باد در این جهت میوزه. دود چوب در حال سوختن. اونا دارن بشکه های چوبی رو می‌سوزونن. اکنون داشت صرفه می اغلب پیش میاد. اونا داخل بشکه ها رو سیاه می‌کنن غیر. برای اینکه ضد آب بشه. بعد از هیجان جلسه هفته گذشته مشتاق بودم که دوباره به وضعیت مراحل میانی برسیم. تا همانجا هم 90 دقیقه را صرف کشف زندگی پیشخدمتی او کرده بودیم. من چیزهایی راجع به ملافه، کره و بشکه یاد گرفته بودم. تشنه درسهای معنوی بودم. طاقتم تمام شد و او را به سمت مرگش پیش راندم. نفس کشیدن مشکله. سینم خیلی درد میکنه. کاترین با احساس آشکار درد نفس نفس میزد. قلبم درد میکنه، تند میزنه. سردمه، تنم میلرزه. کسایی تو اتاقم هستن. جوشونده هایی میدن بخورم. بوی عجیبی داره. مرهمی روی سینم میمالند تب. اما خیلی سردمه. کاترین شروع به لرزیدن کرد و بعد به آرامی مرد. به طرف سقف شناور شد. می توانست جسدش را روی تخت ببیند. زنی لاغر و چروکیده در سنین شست سالگی. او همانطور شناور مانده بود و منتظر بود کسی به کمکش بیاید. متوجه نوری شد. احساس کرد به سویش جذب می شود. نور تابناکتر و درخشانتر می شد. در حالی که دقایق به کندی میگذشت ما در سکوت انتظار می کشیدی. ناگهان او در زندگی دیگری بود. هزاران سال پیش از عبی. کاترین به نرمی نجوا می کرد. تعداد زیادی بوته ی سیر می بینم که توی اتاق از سقف آویزون شده. بوش رو می شنوم. اعتقاد بر اینه که سیر میتونه شیاطین داخل خون رو بکشه و جسم رو پاک کنه. اما هر روز باید ازش استفاده کنید. بیرونم سیر هست. قسمت بالای یک باغ گیاهان دیگری هم هستن. انجیر، خورما، گیاهان دیگه. اینها مفیدن. مادرم داره سیر و گیاهان دیگه میخره. تو خونه کسی مریضه. ریشه های عجیبی هم هست. گاهی باید اونا رو در دهان یا گوش یا سوراخ های باز دیگه سر بذاریم. فقط باید داخل بدن بمونه. پیرمردی مردی میبینم که ریش داره. اون یکی از درمانگرهای دهکده است. اون میگه چی کار باید بکنیم. اینجا یه جور آفت یا بیماری مردم و میکشه. اونها مرده ها رو با عطر و روغن تطهین نمیکنن چون از بیماری میترسن. جسدها رو فقط میسوزونن. مردم از این بابت ناراحتن. احساس میکنند روح به این شکل نمیتونه از جسم عبور کنه. خیلی ها مردن. گاوهای گله هم میمیرن. آب، سیل. مردم در اثر سیل بیمار شدن. منم بیماری های عذاب گرفتم. آدم دل درد می گیره. بیماری در ناحیه روده و معده است. مقدار زیادی آب از بدن دفع میشه. من رفتم آب بیارم. اما این همون چیزیه که داره ما رو میکشه. مادر و برادرهام رو میبینم. برادرام به شدت بیمارن. پیش از آن که او را در زمان به جلو برانم تحمل کردم. مجذوب آن بودم که چطور درک او از مرگ و مرحله پس از مرگ در زندگی های مختلف این همه متفاوت است. و با این حال هر دفعه تجربه او از خود مرگ تا این حد متحدل شکل و شبیه به هم است. در حول و لحظه مرگ بخش آگاه وجودش جسم را ترک می کرد. در بالا شناور می شد و سپس به سوی یک نور انرژی بخش خارق العاده جذب می شد. بعد صبر می کرد تا کسی بیاید و کمکش کند. روح خود به خود عبور می کرد. تدهین با عطر و روغن، مراسم خاک سپاری یا هر عمل دیگری که پس از مرگ انجام شود هیچ ربطی به عبور روح ندارد. این کار خود به خود انجام می شود. هیچ آماده سازی لازم نبود. مانند گذشتن از میان یک در باز بود. زمین خشک و لمی از رعه. دورو اینجا هیچ کوهی نمی بینم. فقط بیابونه، مسطح و خشک. یکی از برادران مرده. حال من بهتره اما هنوز درد دارم. به هر حال او مدت زیادی عمر نکرد. روی یک تشک کاهی خوابیدم. رو اندازی روم انداختن. او به شدت بیمار بود و هیچ سیر یا گیاه دیگری نمی توانست مانع مرگ او شود. به زودی بر فراز جسدش شناور شد و به سمت نور آشنا کشیده شد. با شکیبایی صبر کرد تا کسی به سراغش بیاید. سرش به آرامی از یک سو به سوی دیگر می گردید. گویی داشت صحنه ای را بررسی می کرد. صدایش دوباره خشدار و بلند شد. اونا به من میگن خدایان بسیاری وجود داره. اما خدای واحد در هر یک از ما زنده است. من صدای مربوط به مرحله میانی دو زندگی را از روی خشدار بودنش و همچنین لحن قاطع و معنوی پیام شناختم. آنچه پس از آن گفت نفسم را بند آورد و هوا را از ریه هایم بیرون کشید. پدرت اینجاست و پسرت که نوزاده. پدرت میگه تو اون رو خواهی شناخت چون نامش اورومه و دخترت رو به یاد اون نام گذاری کردین. مرگ اون هم به واسطه ی مشکل قلبی بود. قلب پسرت هم مهم بود چون معکوس می تپید مثل قلب یک جوجه. اون به خاطر عشقی که به تو داشت فداکاری بزرگی کرد. روح پسرت بسیار پیشرفته است. مرگ اون تردید والدینش رو برطرف کرد. اون همچنین میخواست به تو نشون بده که مرزهای پزشکی تا همون جاست و قلم روش بسیار محدوده. کاترین ساکت شد و من در سکوتی ترسناک در حالی که ذهن کرخت شدم می کوشید موضوعات را از هم تفکیک کند بر جا نشستم اتاق مثل یخ سرد بود کاترین از زندگی خصوصی من هیچ چیز نمیدانست روی میز تحریرم عکس نوزادی دخترم قرار داشت که با خوشحالی لبخند زده بود و دو دندان شیری پایینیش در دهانی خالی پیدا بود. عکس پسرم کنارش بود. غیر از این دو عکس کاترین در واقع هیچ چیز راجع به سوابق خانوادگی من نمیدانست. من تکنیک های مربوط به روان درمانی های سنتی را خوب یاد گرفته بودم. درمانگر باید یک لوح سفید باشد. تابلوی ای که بیمار بتواند احساسات، افکار و رفتارهایش را روی آن منعکس کند. آنگاه درمانگر میتواند اینها را تحلیل و بررسی کند و میدان ذهن بیمار را وسعت بخشد من این فاصله مورد نیاز جهت درمان را با کاترین حفظ کرده بودم او واقعا مرا فقط به عنوان روانکاو می شناخت و از گذشته یا زندگی خصوصی من هیچ چیز نمیدانست من هرگز حتی مدرک پزشکیام را در مطبم در معرض دید عموم قرار نداده بودم بزرگترین فاجعه زندگی من مرگ غیرمنتظره اولین فرزند پسرمان آدام بود که در هنگام مرگ در اوایل سال 1971 تنها 23 روزش بود ده روز پس از آنکه او را از بیمارستان به خانه آوردیم دچار مشکل تنفسی و استفراغ جهنده شد تشخیص بیماری بسیار مشکل بود. به ما گفتند تخلیه غیرعادی سیاه رگ در ریه همراه با نقص در دهلیز قلب. تقریبا در هر ده میلیون نوزاد یکی به چنین موردی مبتلا می شود. سیاه رکهای ریوی که باید خون اکسیژن گرفته را به قلب بازگردانند، مسیر نادرست داشتند و برعکس وارد قلب می شدند. انگار قلب او برعکس کار می کرد. موردی بی نهایت نادر. عمل شجاعانه قلب باز نتوانست آدام را نجات دهد. و او چند روز بعد مرد. ما ماها عزادار بودیم. امیدها و رؤیاهای ما نابود شده بود. پسرمان جردن یک سال بعد متولد شد. او برای اندوه ما مرهم بزرگی بود. در هنگام مرگ آدام من در مورد انتخاب روانپزشکی به عنوان تخصص اصلیم مردد بودم. دوران انترنیم را در رشته پزشکی داخلی گذرانده بودم و برای دوران رزیدنتی پیشنهاد کار گرفته بودم. بعد از مرگ آدام قاطعانه تصمیم گرفتم روان پزشکی را به عنوان حرفه اصلیم انتخاب کنم. خشمگین بودم از اینکه پزشکی نوین با همه مهارت‌ها و تکنیک های نتوانست پسرم این موجود کوچک ساده را نجات دهد. پدرم تا پیش از آن که در اوایل سال 1979 در سن 69 سالگی دچار یک حمله سنگین قلبی شود از سلامت کامل برخوردار بود. او از حمله اصلی جان به در برد. اما دیواره قلبش به طرز غیر قابل جبرانی صدمه دید و سه روز بعد مرد. این حادثه نه ماه پیش از اولین قرار ملاقات کاترین اتفاق افتاده بود. پدر من مردی مذهبی بود و بیشتر تابع آینها بود تا معنویت. نام ابری او اوروم بیش از نام انگلیسیش آلوین مناسبش بود. چهار ماه پس از مرگ او دخترمان ایمی به دنیا آمد و او را به یاد پدرم نامگذاری کردیم. اینجا در سال 1982 در مطب ساکت و کم نور من آبشار کر ای از حقایق پنهان و محرمانه بر سر و رویم میریخت. من در دریای معنویت شنا می کردم و عاشق این آب بودم. مو بر تنم راست شده بود. امکان نداشت کاترین از این اطلاعات با خبر باشد. حتی جایی وجود نداشت که بتواند برای گرفتن این اطلاعات به آنجا مراجعه کند. اسم ابری پدرم، اینکه من پسری داشتم که در نوزادی در اثر نوعی نارسایی قلبی که شانس ابتلا به آن یک در ده میلیون بود مرده بود تردید من درباره پزشکی مرگ پدرم و نامگذاری دخترم این دیگر خیلی حرف بود خیلی خاص و خیلی حقیقی بود این تکنیسین غیرپیچیده آزمایشگاه مجرای عبور دانشی ورای جهان ماده بود و اگر او میتوانست این حقایق را آشکار کند دیگر چه چیزهایی آنجا بود باید بیشتر میفهمیدم تند و مقشوش پرسیدم کی کی اونجاست؟ چه کسی این چیزا رو به تو میگه؟ به نجوا گفت استادان ارواح استاد به من میگن اونها میگن من تا حالا هشتاد و شش بار به جسم مادی اومدم تنفس کاترین آرام شد و سرش را دیگر به اطراف نمیگردان داشت استراحت می کرد. دلم می خواست ادامه بدهم اما درگیری ذهنی با آنچه او گفته بود حواسم را پرت کرده بود. آیا او واقعا پیش از این هشتاد و شش بار زندگی کرده بود؟ استادان چه؟ آیا ممکن بود؟ آیا ممکن بود زندگی های ما توسط ارواحی که جسم مادی ندارند اما صاحب دانشی متعالی هستند هدایت شود؟ آیا برای رسیدن به خدا مراحلی وجود دارد؟ آیا واقعیت دارد؟ با در نظر گرفتن آنچه که او در مقابلم آشکار کرده بود مشکل می توانستم تردید کنم. با این حال باور کردن هم مشکل بود. باید با برنامه ریزی بر شق دیگر غلبه می کردم. اما در ذهنم، در قلبم و در شهامتم می که او راست می گوید. او حقایق را آشکار می کرد. پدر و پسرم چه؟ به عبارتی آنها هنوز زنده بودند. در واقع آنها هرگز نمرده بودند. آنها سالها پس از خاک سپاری با من حرف می زدند و با ارائه اطلاعات بسیار خاص و محرمانه حضورشان را ثابت می کردند. و از آنجا که همه این چیزها حقیقت داشت آیا روح پسر من همانطور که کاترین گفته بود تا این حد پیش رفته بود؟ آیا او واقعا موافقت کرده بود که در خانه ما متولد شود و بیست و سه روز بعد بمیرد تا در رفع تردیدهای مقدرمان مسمر ثمر باشد و علاوه بر این درباره طب و نوع بشر به من بیاموزد و دوباره مرا به سمت روانپزشکی سوق دهد این افکار بسیار به من جرأت بخشید ورای یأس و دل سردی عشق عظیمی در من می جوشید. احساس نیرومندی از یگانگی و پیوستگی میان ملکوت آسمان و زمین. دلم برای پدر و پسرم تنگ شده بود. خوشحال بودم که دوباره از آنها خبری می شنوم. زندگی من هرگز مانند گذشته نخواهد شد. دستی پایین آمد و به طرز غیر قابل بازگشتی مسیر زندگیم را تغییر داد. همه مطالعاتی که در نهایت دقت و موشکافی و تمایل به شک گرایی انجام داده بودم در جای خود قرار گرفت. خاطرات و پیام های کاترین حقیقت داشت. در که مستقیم من از صحت تجربیاتش درست بود. اطلاعاتی را که میخواستم به دست آورده بودم. اکنون من شواهدی داشتم. با این حال حتی در همان لحظه شادی و تفاهم حتی در آن لحظه تجربه پر راز و رمز بخش قدیمی و آشنای منطقی و شکاک ذهنم اعتراض میکرد شاید این همان قدرت فراروان شناسی است. این قدرت را می شود کسب کرد. اما بازگشت به جسم و وجود استادان را ثابت نمی کند. با این حال این بار بهتر می دانستم. هزاران موردی که در نوشته های علمی گزارش شده بود مخصوصا آنها که مربوط به بچه هایی می شد که به زبانهای بیگانهی حرف می زدند که هرگز نشنیده بودند. داشتن علامتی مادرزاد در همان قسمتی که در زندگی قبلی زخم مهلک برداشته بود. همین بچه ها که از محل استتار یا دفن گنج های مختلف، هزاران مایل آن طرفتر و دهها ها و صدها سال پیشتر با خبر بودند همه منعکس کننده پیام کاترین بود من شخصیت و ذهنیت کاترین را می شناختم می دانستم چه بود و چه نبود نه ذهن من این بار نمی توانست فریبم دهد. شواهد نیرومندتر و قاطع تر از این حرف ها بود. این واقعیت بود. با پیش رفتن جلسات من او بیشتر و بیشتر بازبینی میکرد. گاهی در طول هفته های بعد از آن نیرو و بیواستگی این جلسات را فراموش می کردم. گاهی به روزمرگی زندگی هر روز باز می گشتم. نگران چیزهای عادی می شدم. آنگاه تردیدها به سطح می گویی زمانی که ذهنم در حال تمرکز نبود تمایل داشت ناخداگاه به الگوها، اعتقادات و تردیدهای معلوف بازگردد. اما آنگاه به یاد خود می آوردم که این چیزها رخ داده بود. من درک می کردم که پذیرفتن این مفاهیم بدون تجربه شخصی تا چه حد مشکل است. تجربه لازم بود تا باورهای احساسی را به ادراکات اقلانی اضافه کنی. اما تأثیر تجربه همواره به درجاتی کمرنگ می شود. ابتدا نمیفهمیدم چرا تا این حد تغییر کردم. میدانستم آرامتر و بردبارتر شدم. دیگران به من میگفتند که چقدر آرام به نظر میرسم، چه آسوده و شاد شدم. احساس میکردم در زندگی امید، شادی، هدف و رضایت بیشتری یافتم. چیزی در من طولو کرده و ترس از مرگ را از میان برده بود. دیگر از مرگ و از وجود نداشتن خودم نمی ترسیدم. به خاطر از دست دادن دیگران هم کمتر وحشت داشتم. هرچند که قطعا دلم برایشان تنگ می شد. ترس از مرگ تا چه حد نیرومند است. مردم برای اجتناب از این ترس چه راههای درازی میپیمایند بحرانهای میانسالی مشکلات مربوط به جوانان جراحی های زیبایی وسواس انجام تمرینات بدنی انباشتن های مادی زاد و ولد برای حفظ نام کوشش برای هرچه جوان تر ماندن. ما به طرز وحشتناکی نگران مرگ خود هستیم. گاه آنقدر نگرانیم که هدف اصلی از زندگیمان را فراموش می کنیم. من کم کم وسواس کمتری نشان می دادم. لازم نبود تمام مدت افکارم را کنترل کنم. هرچند سعی می کردم کمتر جدی باشم. این دگرگونی برایم مشکل بود. هنوز چیزهای زیادی باید یاد می گرفتم. اکنون ذهنم کاملا در مقابل این احتمال و حتی این امکان که اظهارات کاترین واقعی باشد باز بود. حقایق باور نکردنی درباره پدر و پسرم را نمیشد از طرق معمول حسی به دست آورد. دانش و توانایی او یقینا دال بر قدرت روحی قابل ملاحظه او بود. پذیرفتن حرف های او معقول بود. اما من همچنان در خصوص مطالبی که در نوشته های عمومی خوانده بودم مشکوک بودم. اینهایی که پدیده های فراروانشناسی، زندگی بعد از مرگ و سایر رویدادهای های ماورا و طبیعی را گزارش می کنند چه کسانی هستند؟ آیا آنها در زمینه های مشاهده و معتبرسازی به روش علمی آموزش دیدند؟ علا رقم تجربه قاطعانه و حیرت انگیزی که با کاترین داشتم میدانستم که ذهن فطرتا نقادم همچنان به بررسی و موشکافی هر واقعیت جدید و هر تکه اطلاعات به دست آمده ادامه خواهد داد. بررسی می کردم ببینم که آیا این اطلاعات با چارچوبی که طی هر جلسه ساخته می شود همخانی دارد یا نه. همه زوایای آن را با ذربین علمی آزمایش می کردم. و با این حال دیگر قادر به انکار نبودم که چهار چوب ساخته شده بود. ما هنوز در میانه جلسه بودیم. کاترین به قدر کافی استراحت کرده بود و اکنون درباره مجسمه های سبزی در جلوی یک معبد حرف میزد. خود را از خیالاتم بیرون کشیدم و گوش دادم. او در یک زندگی باستانی بود جایی در آسیا. اما من هنوز با استادان بودم. با خود فکر کردم خارق العاده است. او دارد از زندگی های گذشته حرف می زند. از بازگشتن به جسم. با این حال در مقایسه با شنیدن پیام استادان شخص احساس می کند حرفهایش پیش پا افتاده است. دیگر فهمیده بودم که برای ترک جسمش و رسیدن به مرحله میان دو زندگی باید از یک زندگی عبور می کرد. او نمی توانست مستقیما به این مرحله برسد و فقط در آن مرحله میانی بود که می توانست به استادان برسد. به آهستگی نجوا کرد. مجسمه های سبز جلوی امارت یک معبد بزرگه. امارتی با قبه های قهوه رنگ. جلوش هفته پله داره و بالای پله ها یک اتاقه. بخور خوشبویی در حال سوختنه. همه پا سرهاشون رو تراشیدن، صورتهای گرد و چشمهای تیره دارن. پوستشون هم تیره است. من اونجا هستم پام مجروح شده و برای درخواست کمک به اونجا رفتم. پام ورم کرده. نمیتونم راه برم. چیزی به پام فرو رفته. اونها برگهایی رو به صورت مرهم روی پام میذارن. برگهای عجیبیه. فکر کنم تانیس تانیس یا اسید تنیک که به صورت طبیعی در ریشه های گیاهان، چوب، پوست درختان، برگ ها و میوه های بسیاری درختان وجود دارد از دوران باستان به دلیل داشتن خاصیت منعقد کنندگی خون و بستن زخم به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت است. اول پامو تمیز کردن. این آیینیه در مقابل خدایان. توی پام سم می وجود داره. روی چیزی راه رفتم. زانون بات کرده. رگهای ساق پام متورم شدن و پام سنگین شده. اونا سوراخی تو پام ایجاد کردند و چیز بسیار داغی در اون فرو کردند. کاترین اکنون از شدت درد به خود میپیچید. همچنین به خاطر نوشیدن شربت بسیار تلخی که به او داده بودند دهانش را به شدت جمع کرده بود. این شربت از برک های زرد تهیه شده بود. او درمان شد اما استخوان های ساق و زانویش هرگز به حالت اول در نیامد. او را در زمان به جلو بردم. او تنها یک زندگی غمانگیز و فقر زده دید. او و خانوادهش در یک کلبه یک اتاقه بدون میز زندگی می کردند. آنها برنج یا نوعی قلات می خوردند اما همیشه گرسنه بودند. او مرد. منتظر ماندم. اما دیدم که کاترین خسته است. پیش از آن که بتوانم بیدارش کنم او به من گفت که رابرت جرود به کمک من نیاز دارد. نه این اسم را شنیده بودم و نه میدانستم چطور میتوانم به او کمک کنم دیگر چیزی نبود پس از بیداری کاترین دوباره بسیاری از جزئیات خاطرات گذشتهاش را به یاد آورد از تجربیات بعد از مرگش چیزی به خاطر نیاورد از مرحله میانی هم همینطور از استادان و از دانش خارق العاده ای هم که آشکار میشد هیچ چیز به خاطر نیاورد. از او سوالی کردم. کاترین واژه استادان برای تو چه معنایی داره؟ او فکر می کرد که این نام یکی از مسابقات قهرمانی گلف است. اکنون او به سرعت در حال بهبود بود اما هنوز گنجاندن مفهوم بازگشت به جسم در تعالیم مذهبی برایش دشوار بود لذا تصمیم گرفتم درباره استادان هنوز چیزی به او نگویم علاوه بر این نمیدانستم چطور باید این خبر را به کسی مانند او که در زمینه انتقال دانشی متعالی از استادان معنوی در حالت هیپنوتیزم مدیوم فوقلاد مستعدی بود بدهم. کاترین اجازه داد همسرم در جلسه بعد شرکت کند. کارول یک مددکار روانپزشکی تعلیم دیده و بسیار ماهر است و من میخواستم نظر او را درباره این اتفاقات خارق العاده بدانم. پس از آن که به او گفتم کاترین درباره پدرم و پسرمان آدام چه گفته است علاقمند به همکاری شد. هنگامی که کاترین آهسته و با نجوا درباره زندگی‌هایش صحبت می کرد بی هیچ مشکلی می توانستم کلمه به کلمه ی حرفهایش را یادداشت کنم اما استادان بسیار سریعتر حرف میزدند و من تصمیم گرفتم حرفهایشان را ضبط کنم یک هفته بعد کاترین برای جلسه بعدی آمد با از بین رفتن ترس ها و استراب ها درمان او ادامه می آفد. از نظر پزشکی بهبود او مسجل بود. با این حال من در مورد علت بهبودی چشمگیر او تردید داشتم. او به یاد آورده بود که در قالب آروندا غرق شده بود. در قالب یوهان سرش را بریده بودند. در قالب لویزا در اثر بیماری که از آب شایع شده بود مرده بود. و حوادث تکان دهنده دیگر او همچنان طی زندگی های فقر بردگی مورد استفاده سو قرار گرفتن کل خانواده را دوباره تجربه کرده بود تجربیات آخر نمونه هایی از وقایع تکان دهنده جزئی روزمره هستند که آنها هم به سهم خود در روانش تأثیر به جا گذاردند. به خاطر آوردن هر دو نمونه زندگی می توانست در تداوم بهبود او موثر باشد. اما امکان دیگری نیز وجود داشت. آیا ممکن بود که تجربه معنوی او به تنهایی به بهبودش کمک کرده باشد؟ آیا ممکن بود دانشی که نشان میداد مرگ آن چیزی نیست که به نظر می آید به خوب شدن و کاهش ترس ها کمک کرده باشد؟ آیا ممکن بود که کل روند و نه فقط خود خاطرات بخشی از درمان بوده باشند؟ توانایی های روانی کاترین افزایش میافت و او روشنبینی بیشتری پیدا میکرد. او هنوز با استوارت مشکل داشت اما اکنون میتوانست موثرتر با او کنار بیاید. چشمهایش برق میزد و پوستش میدرخشید. او در طی هفته خواب عجیبی دیده بود. گفت که خوابی دیده اما تنها یک قسمت از آن را به خاطر می آورد. خواب دیده بود که فلس قرمز یک ماهی در دستش ریشه کرده بود. سریعا به خواب رفت. ظرف چند دقیقه به سطح عمیقی از خواب مصنوعی رسید. یه جور صخره می بینم. روی صخره واستادم و به پایین نگاه میکنم ظاهرا دنبال کشتی ها می گردم. مثل اینکه کارم همینه. لباس آبی به دارم یه جور شلوار آبی رنگ. شلواری کوتاه با کفشای عجیب. کفشای سیاه. سگک دارند خیلی مزهکن. می بینم که در افق هیچ کشتی نیست. کاترین با ملایمت نجوا می کرد. او را در زمان به پیش بردم تا به واقعه خاص دیگری در آن زندگی برسد. ما داریم آبجو می خوریم. نوع خاصی از آبجوهای انگلیسی. رنگش خیلی تیر است. لیوانای آبجو خوری خیلی زخیمند. کهنه هستند. اونا رو با مهار فلزی سرهم کردن. اینجا بوی کسافت میده. خیلی ها اینجا هستن. صداها بلنده. همه دارن حرف میزنن. خیلی سر و صداست. از او پرسیدم که آیا میشنود کسی اسمش را صدا کند؟ کریستین. اسمم کریستینه. او دوباره مزکر بود. نوعی گوشت میخوریم و آبجو. رنگش سیاهه و مزش خیلی تلخه. بهش نمک میزنن. اونا درباره یک جنگ حرف میزنن. درباره کشتی هایی که بندر رو محاصره میکنن. اما نمیتونم بشنوم موضوع از چه قراره. اگه ساکت میشدن میشنیدیم اما همه حرف میزنن و سر و صدا میکنن. از او پرسیدم کجاست؟ همستد. اینجا یه بندره. یه بندر دریایی در ویلز. اونا انگلیسی حرف میزنن. او در زمان به پیش رفت و به زمانی رسید که کریستین در کشتیش بود. بوی میشنوم چیزی داره میسوزه بوی وحشتناکیه بوی سوختن چوب و یه چیز دیگه دماغ آدم و میسوزونه چیزی در دور دست آتیش گرفته چیزی مثل کشتی کشتی بادبانی ما داریم یه چیزی رو پر میکنیم چیزی رو با باروت پر میکنیم کاترین داشت به طور مشهودی سراسیمه میشد. یه چیزی همراه باروته خیلی سیاهه به دست آدم می چسبه. باید به سرعت حرکت کنیم. کشتی یه پرچم سبز داره. پرچم تیره است. سبز و زرده. نوعی تاج سه گوش روشه. ناگهان در چهره کاترین حالت درد پیدا شد. در رنج فراوان تقلا می کرد. نالید. آه دستم درد می کنه. دستم درد می کنه. توی دستم یه چیز فلزی. یه چیز فلزی داغ رفته میسوزه. اجزای رویایش را به یاد آوردم. و مفهوم این که فلس ماهی در دستش ریشه کرده بود را دریافتم. مانعه درد شدم اما او همچنان ناله می کرد. ترکشا فلزی هستند. کشتی که ما در اون بودیم نابود شد. سمت چپ عرشه آتیش تحت کنترله. خیلی ها کشته شدند. خیلی ها. من زنده موندم. فقط دستم آسیب دیده اما با گذشت زمان خوب میشه. او را در زمان به جلو بردم. خواستم که حادثه مهم بعدی را به خاطر بیاورد. یه جور چاپخونه می‌بینم. دارن چیزی رو با قالب و مرکب چاپ میکنن. اونا کتاب چاپ میکنن و صحافی کتابا جلد چرمی دارن و با تسمه چرمی به هم بسته شدن. یک کتاب قرمز رنگ می بینم. درباره تاریخ کار چاپش تموم نشده. کتابا فوق جلدشون چه نرمه. چرم. کتابای فوق هستند. ای کریستین به وضوح از دیدن و لمس کردن کتاب ها لذت می برد و به این ترتیب به نحو مبهمی به استعداد بلغ و وش در یادگیری پی می برد. به هر حال ظاهرا هیچ نوع آموزشی ندیده بود. او را به آخرین روز زندگیش بردم. یه پل روی رودخونه ای می بینم. من یه پیره مردم خیلی پیر. راه رفتن برام مشکله. دارم روی پل راه میرم. به اون طرف میرم. در قفسه سینم احساس درد میکنم. فشار. فشار وحشتناک. درد. آخ. کاترین به خورخور افتاده بود و ظاهرا داشت حمله قلبی را که کریستین روی پل دچارش شده بود تجربه میکرد. نفسهایش تند و سطحی شده بودند. صورت و گردنش پوشیده از عرق بود. برای تنفس هوا به صرفه و نفس نفس زدن افتاد. نگران بودم. آیا تجربه دوباره یک سکته قلبی مربوط به زندگی در گذشته خطرناک بود؟ این مرزی تازه بود. هیچ کس پاسخ را نمی سرانجام او مرد. اکنون کاترین در آرامش روی نیمکت لم داده بود و تنفسهای عمیق و آرام داشت. نفسی به راحتی کشیدم. احساس آزادی می کنم. آزادی. در تاریکی شناورم. دوروبرم نوره و ارواح. اشخاص دیگه. از او پرسیدم آیا درباره زندگی که در قالب کریستین تازه به پایان رسانده افکاری هم دارد؟ باید بخشنده تر می بودم. اما نبودم. خطاهایی که دیگران نسبت به من مرتکب می شدن نبخشیدم. باید می بخشیدم. من خطاها رو نبخشیدم. در دلم نگه داشتم و سالها پرورششون دادم. چشمهایی می بینم. چشمهایی. ارتباط را احساس کردم و کلماتش را منعکس کردم. چشمها؟ چجور چشمایی؟ کاترین زمزمه کرد. چشمهای ارواح استاد رو. اما باید سب کنم. چیزهایی هست که باید دربارشون فکر کنم. دقایقی در سکوتی هیجان زده سپری شد. سکوت طولانی را شکستم و با حالتی منتظر پرسیدم وقتی آماده بشن از کجا میفهمی پاسخ داد اونا صدام میکنن چند دقیقه دیگر گذشت بعد ناگهان سرش را از این سو به آن سو گرداند و صدایش به علامت وقوع تغییر با صلابت و خشدار شد در این بود ارواح زیادی وجود دارد. من تنها نیستم. ما باید صبور باشیم. این هم چیزیه که هرگز یاد نگرفتم. ابعاد زیادی وجود دارد. از او پرسیدم آیا پیش از این اینجا بوده است؟ آیا به دفعات به جسم آمده است؟ من به دفعات در سطوح مختلف زندگی کردم. هر یک از اونها سطح متفاوتی از آگاهیه. اینکه در چه سطحی زندگی کنیم بستگی به اون داره که تا چه حد پیشرفته باشیم. دوباره ساکت شد. از او پرسیدم برای پیشرفت چه درسی را باید بیاموزد. فورا پاسخ داد اینکه باید دانشمون رو با دیگران قسمت کنیم اینکه توانایی های ما خیلی بیشتر از اون مقداریه که استفاده می بعضی از ما زودتر و برخی دیرتر این رو می فهمیم. باید پیش از رسیدن به این نقطه ضعف هامون رو بررسی کنیم وگرنه انسان ضعف هاش رو با خودش به زندگی بعدی میبره فقط خودمون میتونیم خودمون رو پاک کنیم از شر عادت های بدی که در قالب مادیمون کسب کردیم استادان این کار رو برامون نمیکنن اگر عمدن مقاومت کنیم و خودمون رو پاک نکنیم اونها رو با خودمون به زندگی های بعدی خواهیم برد و به محض اینکه اراده کنیم که اونقدر قوی باشیم که بتونیم بر مشکلات ظاهری پیروز بشیم دیگه اونها رو در زندگی بعد نخواهیم داشت همچنین باید یاد بگیریم که نباید فقط به طرف کسانی بریم که ارتعاشاتشون مثل خود ماست این طبیعیه که به طرف کسی جذب بشیم که در سطح خودمونه اما اشتباهه ما باید به طرف کسانی که نوساناتشون با ما جور نیست هم بریم اهمیت کار در کمک کردن به این افراد به ما قدرت گرفتن الهام داده شده باید از اون تبعیت کنیم و در برابرش مقاومت نکنیم اونهایی که مقاومت میکنن با خطر مواجه میشن ما را از سطوح مختلف با نیروهای مساوی نفرستادن. بعضی از ما نیروی بیشتر از دیگران داریم. چرا که اونها از دورانهای دیگه ای اومدن. برای همین همه مردم یکسان خلق نشدن. اما سرانجام همه ما به نقطه ای می رسیم که همه برابر خواهیم بود. کاترین مکس کرد. من می دانستم که این افکار مال او نیست. او هیچ دانشی در خصوص ماده و ورای ماده نداشت. او هیچ چیز از سطوح و ابعاد و ارتعاشات و نوسانات نمیدانست. اما گذشته از آن زیبایی کلمات و افکار مفاهیم فلسفی این گفتارها همه اینها ورای گنجایش کاترین بود او هرگز به این طرز موجز و شاعرانه حرف نزده بود می توانستم نیروی والاتر دیگری را احساس کنم که با ذهن او در کنکاش بود و این کتارهای صوتیش این افکار را به کلمات ترجمه می کرد تا من بفهمم نه این کاترین نبود صدایش نوایی رویاگونه داشت اشخاصی که در حالت کما هستند در وضعیت تعلیق و بلا تکلیفی هستند. اونها هنوز آماده نیستند از این سطح عبور کنند و به سطح دیگری برسند. تا اینکه بتونن تصمیم بگیرن میخوان عبور کنن یا نه. فقط خودشون باید تصمیم بگیرن. اگر احساس کنند که دیگه در قالب مادی چیزی نیست که یاد بگیرند اون وقت اجازه پیدا میکنن عبور کنن اما اگه چیز دیگه باشه که باید یاد بگیرن باید دوباره برگردن حتی اگه خودشون نخوان این برای اونها زمان استراحته زمانی که نیروی ذهنیشون میتونه استراحت کنه. برای همین کسانی که به کما میرن بسته به میزان مطلبی که هنوز باید در قالب مادی یاد بگیرن میتونن تصمیم بگیرن که برگردن یا نه. اگه احساس کنن چیز دیگه برای یادگیری نیست میتونن بدون توجه به پزشکی مدرن مستقیما به مرحله روحی برند این اطلاعات به خوبی با تحقیقاتی که درباره تجربه نزدیک مرگ منتشر شده و اینکه چرا بعضی از مردم تصمیم میگیرند برگردن جور در میاد کسانی که انتخابی ندارند و ناچارند برگردند برای اینه که چیزهای دیگهی باید یاد بگیرند البته همه کسانی که درباره تجربه نزدیک مرگ صحبت کردند به قالب جسمانیشون برگشتند. تشابه تکان ای در داستانهای همه اونها وجود داره. اونها از جسمشون جدا میشن و از نقطه‌ای در بالای جسدشون شاهد انجام تلاش‌های میشن که برای برگردوندنشون انجام میشه. سرانجام از وجود نوری درخشان یا پیکره روحانی و نورانی در فاصله مشخص گاهی در انتهای یک تونل با خبر میشن. اونها دردی احساس نمیکنن. به محض اینکه میفهمند کارشون روی زمین تموم نشده و باید به جسمشون برگردن، فورا به جسمشون متصل میشن و مجددن درد و سایر حسهای مادی رو احساس میکنن. من بیماران زیادی با تجربه نزدیک مرگ داشتم. جالب ترین گزارش مربوط به یک بازرگان موفق اهل آمریکای جنوبی بود که طی چندین جلسه رواندرمانی متداول او را دیده بودم و این دو سال پس از پایان مداوای کاترین بود. جاکوب در سال 1975 در اوایل سی سالگیش در هلند با یک موتورسیکلت تصادف کرده و بیهوش شده بود. او به یاد می آورد که در بالای جسدش شناور شده و به صحنه تصادف نگاه کرده بود. متوجه آمبولانس که به جراحات او می پرداخته و جمعیتی که جمع می شدند شده است. او نوری طلایی را در فاصله مشاهده کرده و وقتی به او رسیده راهبی را دیده که ردایی قهوه‌ای رنگ به تن دارد. راهب به جاکوب گفته که هنوز زمان عبورش نرسیده است. گفته که باید به جسمش برگردد. جاکوب خرد و قدرت راهب را که چندین رویداد در آینده زندگی او را هم پیشگویی کرده بود احساس کرد رویدادهایی که بعدها عینا اتفاق افتاد جاکوب مانند باد در جسمش که اکنون روی تخت بیمارستان بود دمیده شد. به هوش آمد و برای اولین بار دردی مشقتبار را احساس کرد در سال 1980 زمانی که به اسرائیل سفر کرده بود او که یهودی بود به زیارت غار شیخ بزرگ رفت که هم برای یهودیان و هم برای مسلمانان مکانی مقدس است بعد از تجربه‌ای که در هلند داشت بیشتر مذهبی شده بود و بیشتر دعا و عبادت می کرد. او به مسجدی که در نزدیکی آنجا بود رفت و به همراه مسلمانان به دعا مشغول شد. بعد از مدتی برخواست که برود. پیرمرد مسلمانی نزدش آمد و به او گفت تو با بقیه فرق می کنی. اونا به ندرت با ما دعا می کنند. پیرمرد پیش از آن که به حرفهایش ادامه بدهد لحظه ای مکس کرد. از نزدیک به جاکوب نگاه کرد و گفت تو راهب رو دیدی؟ چیزی رو که به تو گفت فراموش نکن. پنج سال پس از آن تصادف هزاران کیلومتر آن طرفتر پیرمردی از مواجهه جاکوب با آن راهب خبر داشت. مواجههی که در بیهوشی جاکوب روی داده بود. هنگامی که در مطبم نشسته بودم و درباره گفته های کاترین تعمق می کردم، دلم می خواست نظر پدرانمان را درباره این عقیده که انسان ها مساوی خلق نشدند بدانم. مردم با استعدادها، تواناییها و نیروهایی که از زندگیهای گذشته برخواسته به دنیا می آیند. اما سرانجام به نقطه ای می رسیم که در آن همه ما برابر خواهیم بود. فکر می کردم در این نقطه زندگی های بسیاری از ما دور است. به موتزارت و استعداد خارق العاده او در کودکیش فکر کردم. آیا این هم توانایی بود که از گذشته آمده باشد؟ ظاهرا ما هم توانایی ها و هم بدهی های خود را به همراه می آوریم. درباره افرادی فکر کردم که مایلند در گروه های همجنس باز جمع شوند و اغلب نه تنها از غریبه های خارج از گروه اجتناب می کنند بلکه واهمه دارند. این ریشه تعصب و خصومت های گروهی است. همچنین باید یاد بگیریم که نباید فقط به طرف کسانی برویم که نوسانات و ارتعاشاتشان مانند خود ماست. به خاطر کمک به مردم دیگر می توانستم حقایق معنوی کلمات او را احساس کنم. کاترین دوباره به حرف آمد. باید برگردم. باید برگردم. اما من میخواستم باز هم بشنوم. از او پرسیدم رابرت جرود کیست؟ کاترین در جلسه قبل او را نام برده بود و گفته بود به کمک من احتیاج دارد. نمیدونم. شاید او در سطح دیگه ای باشه. در این سطح نیست. ظاهرا او نتوانست پیدایش کند. به نجوا گفت فقط وقتی بخواد فقط وقتی بخواد پیش من بیاد برام پیام میفرسته. اون به کمک تو نیاز داره. هنوز نمیدانستم چطور میتوانم به او کمک کنم. کاترین جواب داد: نمیدونم. اما تویی که باید یاد بگیری نه من این جالب بود آیا این درس برای من بود یا من باید با یاد گرفتن به رابرت جرود کمک می کردم ما دیگر هرگز در مورد او چیزی نشنیدیم او تکرار کرد باید برگردم اول باید پیش نور برم ناگهان حراسان شد آه خیلی صبر کردم چون صبر کردم باید دوباره منتظر بمونم در مدتی که منتظر بود از او پرسیدم چه میبیند و چه احساس میکند فقط ارواح دیگه اونا هم منتظرند از او پرسیدم تا وقتی که باید منتظر بماند درسی نیست که یاد بگیریم؟ پرسیدم میتونی بگی چه چیزی رو باید بفهمیم؟ پاسخ داد اونا اینجا نیستن که به من بگن حیرت انگیز است اگر استادان آنجا نباشند که صدایشان را بشنود مستقلا دانشی ندارد. من از بودن در اینجا خیلی بیقرارم. میخوام برم. وقتی زمانش برسه میرم. دوباره دقایق در سکوت گذشت. بالاخره مثل اینکه زمانش رسید. او به زندگی دیگری رفت. درختای سیب میبینم و یک خونه یه خونه سفید. من تو این خونه زندگی می کنم. سیبا گندیدن کرمو خوراکی نیستن. یک تاب اینجاست. تابی که به درخت بستن. موهای روشن دارم. موهای بور. پنج سالمه. اسمم کاترینه. تعجب کردم. او به زندگی فعلیش آمده بود. او کاترین پنج ساله بود اما حتما به دلیلی آنجا بود. آیا اونجا اتفاقی افتاد کاترین؟ پدرم از دست ما عصبانیه چون نباید بیرون باشیم. اون اون داره با یه چوب منو میزنه خیلی سنگینه درد میاره من میترسم. او ناله می و مثل بچه ها حرف می زد. تا ناقصمون نکنه ول نمی کنه. چرا با ما اینجوری می کنه؟ چرا اینقدر بد جنسه؟ از او خواستم زندگیش را از دیدگاه بالاتری نگاه کند و جواب سوالات خودش را بدهد. اخیرا خوانده بودم که کسانی می توانند این کار را انجام بدهند. بعضی از محققین به آن چشمانداز خود والاتر یا خود بزرگتر می گویند. کنجکاف بودم بدانم چنانچه این مرحله حقیقت داشته باشد آیا کاترین به آن رسیده است یا خیر؟ اگر می توانست این تکنیک درمانی نیرومندی می شد. میان بری به درون بینی و ادراک. به آرامی نجوا کرد. اون هرگز ما رو نمیخواست. اون احساس میکنه که ما تو زندگیش مزاحمیم. اون ما رو نمیخواد. پرسیدم برادرت هم همینطور؟ بله. برادرم بیشتر. اونا برای تولد برادرم برنامه نکرده بودن. وقتی مادرم برادرم رو حامله شد اونا حتی ازدواج نکرده بودند. این برای کاترین اطلاعات جدید و تکان دهنده ای عذاب درآمد. او هرگز از حاملگی پیش از ازدواج مادرش خبر نداشت. مادرش بعدها صحت اظهارات کاترین را تایید کرد. هرچند کاترین اکنون یک زندگی را مجددا تعریف میکرد، دانش و بینشی درباره زندگیش نشان میداد که تا پیش از آن محدود به مرحله میانی یا مرحله معنوی بود. به هر حال بخش عالی تری از ذهنش در کار بود. نوعی فوق آگاهی. شاید این خود والاتری بود که دیگران توصیف کرده بودند با آنکه با استادان و دانش غیرعادیشان در تماس نبود باز هم در مرحله فوق آگاهش دارای روشنبینی و اطلاعاتی ژرف مانند نحوه تولد برادرش بود کاترین آگاه در هنگام بیداری بسیار مضطربتر محدودتر ساده تر و به نسبت سطحی تر بود او نمی توانست از این فوق آگاهی بهره برداری کند نمی دانم آیا قدیسین و حکمای مذاهب شرق و غرب هم برای به دست آوردن خرد و دانششان از همین مرحله فوق آگاه استفاده می کردند. در این صورت همه ما قدرت چنین کاری را داریم. چون همه دارای چنین نیروی بلقوهی هستیم. و آیا یکی از عوامل فعال کننده این نیرو اراده برتر خداست؟ روانکاو معروف کارل گوستاو یونگ از سطوح مختلف آگاهی با خبر بود. او از ناخداگاه جمعی سخن گفته است. مرحله مشابه فوق آگاه کاترین. بیش از پیش از درک فاصله غیرقابل عبور میان شعور بیدار و آگاه کاترین و ذهن فوق آگاه و در سطح خلصه او آجز میماندم تا وقتی در حالت هیپنوتیزم بود می توانستم با او مکالمات مسهور کننده فلسفی که به سطح فوق آگاهش می آمد داشته باشم. در حالت بیداری کاترین هیچ علاقی به فلسفه و موضوعات مربوط به آن نداشت. او در دنیای جزئیات روزمره زندگی می کرد و از نبوغ درونش بیخبر بود. در این میان پدرش عذابش میداد و دلایل آن هم داشت آشکار می شد. این مطلب را به صورت سوال مطرح کردم. درس های زیادی هست که پدرت باید یاد بگیره؟ بله باید یاد بگیره از او پرسیدم میداند که چه چیزهایی باید یاد بگیرد لحن صدایش در فاصله و از دور به گوش می رسید. این دانش برام آشکار نشده. چیزی که بر من آشکار شده چیزیه که برای من اهمیت داره. به من مربوط میشه. هر کسی باید مراقب خودش باشه تا کامل بشه. برای هر کدوم از ما درس هایی هست که باید یاد بگیریم. درس ها رو باید به ترتیب یکی یکی یاد بگیریم. فقط اون وقته که میتونیم بفهمیم دیگری به چه چیزی نیاز داره. و برای رسیدن به کمال، چه چیزی کم داره با نجوای ملایمی حرف میزد و نجوایش احساس عشقی دور دست را منتقل می کرد. هنگامی که دوباره شروع به صحبت کرد صدای بچگانه دوباره برگشت. اون حالمو به هم میزنه. مجبورم میکنه این چیزی رو که دوست ندارم بخورم. این یه جور غذای مخلوط کلم و پیازه که ازش متنفرم. اون مجبورم میکنه بخورم و میدونه که حالم به هم میخوره اما اهمیت نمیده. کاترین با دهان بسته حالت تهوع به خود گرفت. نفس نفس میزد. دوباره توصیه کردم این صحنه را از دیدگاه بالاتری نظاره کند. او باید میفهمید که پدرش چرا چنین می کند. با نجوای خشکی به حرف درآمد. این کار خلایی رو در اون پر میکنه. اون به خاطر کاری که خودش کرده از من متنفره. اون به این خاطر از من متنفره و از خودش هم متنفره. من تقریبا سو استفاده جسمانی در سه سالگی او را از یاد برده بودم. بنابراین باید منو تنبیه کنه. باید کاری کرده باشم که اون رو وادار به اون کار کرده. کاترین فقط سه سالش بود و پدرش مست بود. با این حال از آن زمان تا کنون این گناه را در عمق وجودش حفظ کرده بود. واضحات را برایش توضیح دادم. تو یک بچه کوچولو بودی. حالا دیگه باید خودتو از بار این گناه خلاص کنی. تو هیچ کاری نکردی. یه بچه سه ساله چی کار میتونه بکنه؟ تو کاری نکردی پدرت کرده به آرامی نجوا کرد پس اونم حتما از من متنفر بوده من از قبل اون رو میشناختم اما الان نمیتونم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنم باید به اون زمان برگردم با آنکه تا همان موقع هم ساعتها گذشته بود میخواستم به گذشته و به رابطه قبلیشان برگردم. دستورات لازم را به او دادم. تو در وضعیت خلصه عمیق هستی. تا یک لحظه دیگه از سه تا یک به طور معکوس میشمرم. تو به وضعیت عمیق تری میرسی و احساس امنیت کامل میکنی. ذهنت آزاد میشه تا دوباره در گذشته سیر کنه. در گذشته در زمانی که ارتباط بین تو و پدر فعلیت شروع شد. در زمانی که خاصترین علت درباره اون چه که در کودکی این زندگیت بین تو و پدرت اتفاق افتاد قرار داره. وقتی بگم یک تو به اون زندگی خواهی رفت. و به یاد میاری. این برای درمان تو بسیار مهمه. تو میتونی. سه دو یک یک مکس طولانی پیش آمد. اونو نمیبینم. اما مردمی رو که کشته میشن میبینم. صدایش بلند و گرفته شد. ما حق نداریم پیش از اون که مردم مطابق سرنوشتشون زندگی کنن به طور ناگهانی زندگیشون رو متوقف کنیم. و ما داریم این کار رو میکنیم. ما حق نداریم. اگه بذاریم زنده بمونن از مجازات بزرگتری عذاب میکشند وقتی بمیرن و به بوده دیگه برند، اونجا عذاب میکشند در وضعیت بیقراری شدید رها میشن مطلقا آرامش نخواهند داشت و دوباره بازگردانده میشن اما زندگیشون بسیار دشوار خواهد بود و باید به کسانی که با بیعدالتی آزارشون دادن تاوان سنگین بپردازند. اونها دارن زندگی یک دسته از ها رو متوقف میکنن و حق ندارن این کار رو بکنن. فقط خدا تونه اونها رو مجازات کنه. نه ما. اونها مجازات خواهند شد. یک دقیقه به سکوت گذشت. به نجوا گفت اونا رفتن. ارواح استاد امروز یه پیام دیگه هم به ما دادن. با اقتدار و وضوح. بنا نیست ما کسی رو بکشیم. تحت هیچ شرایطی. تنها خدا میتونه مجازات کنه. کاترین خسته شده بود. تصمیم گرفتم تعقیب رابطه قبلی با پدرش را به بعد موکول کنم و او را از خواب مصنوعی بیدار کنم. او به جز زندگی در قالب کریستین و کاترین در کودکی هیچ چیز به خاطر نیاورد. خسته بود و با این حال آرام و آسوده بود. گویی بار سنگینی از دوشش برداشته شده بود. نگاه من و کارول با هم تلاقی کرد. ما هم خسته بودیم. ما لرزیده بودیم و عرق ریخته بودیم و به هر کلمه چسبیده بودیم. ما در تجربه‌ای باور نکردنی با هم سهیم شده بودی. اکنون دیگر برنامه هفتگی کاترین را در آخرین وقت روز قرار میدادم، زیرا ساعتها طول می کشید. هر هفته که می آمد هنوز همان ظاهر آرام و آسوده را داشت. تلفنی با پدرش صحبت کرده بود. بی آنکه جزئیات را شرح دهد به روش خودش مشغول بخشیدن او بود هرگز او را آرامتر از این ندیده بودم از سرعت پیشرفتش شگفت زده شدم نادر بود که بیماری با چنین ترس ها و استراب های مزمن و جا افتاده ای به این شکل مشهود بهبود یابد اما از طرف دیگر البته کاترین یک بیمار عادی نبود و مسیری که درمان او طی کرد قطعا منحصر به فرد بود به سرعت به خواب مصنوعی عمیقی فرو رفت یه عروسک چینی می بینم که روی تاخچه قرار داره در هر دو طرف نزدیک بخاری دیواری کتابایی هست این یه اتاق توی یه خونه است. چند شمدون نزدیک عروسک قرار داره و یک تابلوی نقاشی از صورت یک مرد. خودشه. داشت اتاق را بررسی می کرد. پرسیدم چه می بیند. نوعی فرش روی زمین پهنه. پرزداره مثل پوست یک حیوان. سمت راست دو در شیشهیه که به ایوون باز میشه. چهار پله وجود داره. جلوی خونه ستونهایی هست. چهار پله تا زمین فاصله داره. پله ها به کوچه ای خط میشن. دور تا دور درختان بزرگی هست. بیرون اسبهایی میبینم. افسار اسب به دیرک هایی که در محوطه بیرون قرار داره بسته شده. پرسیدم میدونی اینجا کجاست؟ کاترین نفس عمیقی کشید. آهسته گفت هیچ اسمی نمی بینم. اما سال عدد سال باید یک جایی باشه. قرن هجده همه. اما من درختا و گلای زرد گلای زرد خیلی قشنگ بوی فوقلادهی دارن. بوی شیرین دارن. گلهای عجیب، گلهای بزرگ، گلهای زرد با پرچمهای بزرگ سیاه در وسطشون. مکس کرد و در میان گلها ماند. به یاد یک مزرعه گل آفتابگردان در جنوب فرانسه افتادم. درباره آب و هوا از او پرسیدم. خیلی معتدله. اما خنک نیست نه داغ نه سرد. ما در یافتن محل هیچ پیشرفتی نکردیم او را از گلهای مسهور کننده دور کردم و به خانه برگرداندم از او پرسیدم تابلوی چه کسی در بالای بخاری قرار دارد نمیتونم فقط میشنوم آرون اسمش آرونه. یک بار دیگر او در قالب یک پیشخدمت بود. او هرگز حتی از دور هم به وضعیت یک ملکه کلوپاترا یا ناپل اون دست نیافته بود. آنها که به پدیده بازگشت به جسم مزنون هستند از جمله زمیر علمی خودم اغلب اشاره می کنند که افراد مدام به جسم افراد معروف باز میگردند. اکنون خود را در غیر عادی ترین وضع می آفدم. در حالی که بازگشت به جسم به طور علمی در مقابل چشمانم همینجا در مطبم در بخش روانپزشکی به اثبات می رسید. و آنچه آشکار می شد بسیار بیش از بازگشت به جسم ساده بود. کاترین ادامه داد. پام پام خیلی سنگین شده درد میکنه انگار پا ندارم پام درد میکنه اسباب من لگت زدن گفتم به خودش نگاه کند موهام قهوه‌ایه موهای قهوه‌ای فرفری یک نوع کلاه بی لبه سرم گذاشتم. یک لباس آبی با یه پیشبند. روش پیشبند بستم. جوونم اما بچه نیستم. اما پام درد میکنه. اتفاق بود. پام وحشتناک درد میکنه. به طور مشهود درد فراوان میکشید. نل. با نعلش به من لگت زد اون اسب خیلی خیلی بد جنسیه. با تخفیف درد صدایش نرم تر شد. بوی یونجه حس می کنم. داخل استبل. اشخاص دیگه ای هم در محوطه استبل کار می کنن. مسئولیت من خدمت در خونه بزرگه. گاوها رو هم می دوشم. میخواستم درباره صاحبان خانه بیشتر بدانم. خانم خونه چاقه، شلخته و بی ارزه. دو دختر هم هستن، اونا رو نمیشناسم. سوال بعدی مرا حد زده بود که آیا هیچ کدام از آنها در زندگی فعلی کاترین حضور دارند یا نه؟ برای همین جمله آخر را اضافه کرد. درباره خانواده خودش در قرن هجدهم سوال کردم. نمیدونم. اونا رو نمی بینم. کسی رو با خودم نمی بینم. منم اینجا زندگی می کنم. اما نه در خونه اصلی. یه خونه خیلی کوچیک. خونه مخصوص ماست. اونجا مرغ و خروسم هست. ما تخم مرغا رو جمع می کنیم. خونه من خیلی کوچیکه و سفید. یه اتاق. مردی رو میبینم با اون زندگی میکنم موهای فرفری و چشمهای آبی داره پرسیدم که آیا با هم ازدواج کردند ازدواج به اون معنا نه آیا او آنجا به دنیا آمده بود نه وقتی خیلی بچه بودم منو به اینجا آوردن خونوادم خیلی فقیر بودند. تذکر دادم در زمان به پیش برود و به واقعه مهم بعدی در همین زندگی برسد. یه چیز سفید می بینم. سفید با بندای زیادی روش. مثل کلاهه. یه جور کلاه بدون لبه با پر و بندای زیاد. کلاه رو کی به سرش گذاشته؟ البته خانم خونه. عروسی یکی از دختراست. همه ساکنین در جشن شرکت دارند. پرسیدم آیا در روزنامه چیزی درباره این عروسی نوشتند؟ اگر نوشته بود از او میخواستم تاریخش را نگاه کند. نه فکر نمی کنم. فکر نکنم اینجا روزنامه ای وجود داشته باشه. چیزی شبیه روزنامه نمی بینم. مشکل در این دوره از زندگیش مستند نگاری رایج بوده باشد. پرسیدم آیا خودت رو هم در مراسم عروسی میبینی؟ با صدای بلندی به سرعت پاسخ داد نه ما تو عروسی نیستیم ما فقط میتونیم رفت آمد مردم رو تماشا کنیم پیش خدمت ها اجازه ندارن چه احساسی داری؟ نفرت چرا؟ با تو بد رفتاری میکنن؟ به آرامی پاسخ داد. چون ما فقیر هستیم. به اونها وابسته ایم. چیزی که ما داریم در مقایسه با چیزی که اونا دارن هیچه. آیا هرگز از اون املاک خارج شدی؟ یا تا آخر عمرت همونجا موندی؟ به دقت پاسخ داد. تا آخر عمرم همونجا موندم. اندوهش را می توانستم احساس کنم. زندگیش هم دشوار بود و هم بی امید. او را به روز مرگش پیش بردم. خونه ای می بینم. تو رخت خواب خوابیدم. روی رخت خواب خوابیدم. اونا چیزی میدن بخورم یک مایه گرم بوی نعنا میده سینم سنگینه تنفس مشکله سینه و پشتم درد میکنه درد بدیه حرف زدن مشکله با درد فراوان سریع و سطحی نفس میکشید بعد از چند لحظه زجر چهرش آرام شد بدنش شل شد و تنفسش به حالت عادی برگشت. جسمم رو ترک کردم. صدایش بلند و خشدار شد. نور خارق العاده ای می بینم. کسایی به طرفم میان به کمکم میان. اشخاصی شگفتانگیز. اونا نمی خودم رو خیلی سبک احساس میکنم. مکس طولانی آیا درباره زندگی که الان ترک کردی فکری داری؟ این مال بعده. فعلا فقط احساس آرامش می کنم. الان وقت استراحته. همراه هم باید آرامش پیدا کنه. روح. روح در اینجا آروم میگیره اینجا آدم همه دردهای جسمانیش رو پشت سر میذاره. روح آدم آرام و آسوده میشه. احساس فوقلاده ایه. فوقلاده مثل اینکه آفتاب به آدم بتابه. نور خیلی درخشانه. همه چیز از نور میاد. انرژی از نور میاد. روح ما فوراً به اونجا میره. تقریبا مثل نیروی جاذبه است و ما رو به طرف خودش میکشه فوق است مثل یک منبع انرژی میدونه چطور شفا بده رنگی هم داره مکس کرد و در حالی که در این نور استراحت می کرد گفت خیلی رنگا داره. جسارت کردم و پرسیدم داری چه چیزی رو تجربه می کنی؟ هیچ فقط آرامش بین دوستام هستم همه اونجا هستن خیشاوندانم رو می بینم بعضی آشنان بقیه نه ولی ما اونجا هستیم منتظریم و همچنان که لحظات به کندی میگذشتند انتظار میکشید. تصمیم گرفتم مرحله را تسریع کنم. گفتم من یه سوال دارم. کاترین پرسید از کی؟ تفره رفتم. گفتم هر کس. تو یا استادان. فکر می کنم درک این موضوع کمکمون میکنه. سوال اینه آیا ما زمان و نوع تولد و مرگمون رو خودمون انتخاب میکنیم آیا ما میتونیم شرایطمون رو انتخاب کنیم آیا ما میتونیم زمان گذشتن از هر مرحله رو انتخاب کنیم فکر میکنم درک این موضوع خیلی از ترس های تو رو ساده میکنه. آیا اونجا کسی هست که بتونه به این سوالات من پاسخ بده؟ اتاق سرد شد. وقتی کاترین دوباره شروع به صحبت کرد، صدایش عمق و تنین بیشتری یافت. این صدایی بود که پیش از آن هرگز نشنیده بودم. این صدای یک شاعر بود بله زمان آمدن به جسم و زمان ترک آن را خودمان انتخاب می کنیم. هر وقت کاری را که به خاطرش به اینجا فرستاده شده ایم انجام بدهیم خودمان می فهمیم. ما میفهمیم چه وقت مهلتمان سر می آید و مرگ را میپذیریم. چون میفهمیم که دیگر چیزی از این فرصت زندگی آید نخواهد شد. اگر هنوز فرصت داشته باشیم، اگر به قدر کافی استراحت کرده باشیم و روحمان دوباره، انرژی گرفته باشد مختار خواهیم بود بازگشت مجددمان را به قالب مادی انتخاب کنیم کسانی که درنگ کنند و از بازگشتشان به اینجا اطمینان نداشته باشند ممکن است فرصتی را که به آنها داده شده تا آنچه که لازم است در قالب مادی انجام دهند از دست بدهند فورا و کاملا فهمیدم این کاترین نیست که حرف میزند با خواهش و التماس گفتم کی داره با من حرف میزنه کی حرف میزنه کاترین با نجوای آهسته و آشنای خودش گفت نمیدونم صدای کسی که خیلی کسی که همه چیز رو کنترل میکنه ولی من نمیدونم اون کیه من فقط میتونم صداش رو بشنوم و به تو بگم که چی میگه کاترین همچنین میدانست که این دانش از جانب خود او نیست از زمیر نیمه آگاه یا آگاه او هم نیست. حتی از زمیر فوق آگاهش هم نیست. او فقط به کلمات و افکار شخصی بسیار خاص کسی که همه چیز را کنترل می کند گوش می کرد و آنها را به من منتقل می کرد. و به این ترتیب استاد دیگری ظاهر شد. کسی که با استاد یا استادان قبل که پیامهای مملو از خرد را ارسال میکردند فرق داشت. این روح تازه بود، با صدا و سبکی خاص، شاعرانه و آرام. این استادی بود که بیدرنگ از مرگ حرف میزد و با این حال صدا و افکارش، آکنده از عشق بود عشقش گرم و واقعی بود و در عین حال دور و جهانی لذت بخش و نشاط آور بود در عین حال مهار کننده و هیجانی احساسی از استقلالی خوشایند یا مهربانی و عشقی مستقل را منتقل می گرد. احساس آشنایی دوری می داد. نجوای کاترین بلندتر شد. من به اینا ایمان ندارم. پرسیدم به کی ایمان نداری؟ به استادا ایمان نداری؟ نه من ایمان ندارم برای همین زندگیم اونقدر سخت بود. من در اون زندگی هیچ ایمانی نداشتم. او به آرامی مشغول ارزش گذاری زندگی قرن هجدهمش بود. از او پرسیدم در آن زندگی چه چیزی یاد گرفته است. درباره خشم و غذب یاد گرفتم. درباره کینه به دل گرفتن از مردم. همچنین باید یاد می گرفتم که زندگی من دست خودم نیست. می خوام زندگیم رو کنترل کنم ولی نمیشه. باید به استادان ایمان داشته باشم. اونا منو راهنمایی میکنن. اما من ایمان نداشتم. احساس میکردم از اول لعنت شدم. هرگز با خوشحالی به چیزهای اطرافم نگاه نکردم ما باید ایمان داشته باشیم باید ایمان داشته باشیم ولی من شک دارم به جای ایمان شک دارم مکس کرد پرسیدم هم تو و هم من چه کار باید بکنیم که بهتر بشیم آیا راههامون یکیه؟ پاسخ از جانب استادی آمد که هفته پیش درباره قدرت گرفتن الهام و بازگشت از کما حرف زده بود. صدا، نحوه گفتار، لحن، همه هم با کاترین و هم با استادی که با صدایی مردانه و شاعرانه همکنون با ما حرف زده بود تفاوت داشت. راه همه در اساس یکیه. همه ما باید تا زمانی که در قالب مادی هستیم، افکار و نگرش های خاصی رو یاد بگیریم. بعضی از ما در پذیرش اونها از دیگران سریعترند. کارهای خیر، امید، ایمان، عشق ما همه باید این چیزها رو یاد بگیریم و خوب هم یاد بگیریم. فقط یک امید، یک ایمان و یک اشق ساده نیست بسیاری چیزهای دیگه در هر کدوم از اینها جا میگیره. برای نشون دادنشون راههای زیادی وجود داره و با این حال ما فقط به یک خورده از هر کدوم چسبیدیم. کسانی که به دستورات معنوی عمل می کنن، از همه ما نزدیکتر شدن چون اونها پیمان پاک دامنی و اطاعت بستند. اونها بسیاری چیزها رو کنار گذاشتن بی اون که چشم داشتی داشته باشند. بقیه ما در قبال رفتارهامون خواهان پاداش و جایزه ای در حالی که پاداشی در کار نیست نه اون پاداشی که مد نظر ماست پاداش در انجام خود اون کاره منتها انجام بیچشم داشت انجام بدون خودخواهی کاترین با نجوای آهسته اضافه کرد من همینو یاد نگرفتم. یک لحظه از شنیدن واژه پاک دامنی گیج شدم. اما به یاد آوردم که ریشه آن به معنای پاکی است و این به معنای چیزی کاملا متفاوت با ریاضت جنسی صرف است. او ادامه داد بدون افراد اینکه هیچ چیز رو زیاد روی نکنی افراط نکنی تو واقعا میفهمی دوباره مکس کرد اضافه کردم سعی میکنم بفهمم بعد سعی کردم حواسم را جمع کاترین کنم. شاید استادان هنوز نرفته باشند. چی کار میتونم بکنم که به بهترین وجه به کاترین کمک کنم بر ترس ها و استراب هاش غلبه کنه و درسهاش رو یاد بگیره آیا این بهترین راهه یا بهتر چیزی رو عوض کنم چطور میتونم به بهترین وجه بهش کمک کنم پاسخ با صدای عمیق استاد شاعر باز آمد در صندلیام به جلو خم شدم تو داری آن کاری را که صحیح هست انجام می دهی. اما این برای توست نه برای او یک بار دیگر محتوای پیامین بود که این کار بیشتر از آن که به نفع کاترین باشد به نفع من است برای من بله آنچه ما میگوییم برای توست نه تنها به کاترین به عنوان سوم شخص اشاره می کرد بلکه گفت ما در واقع استادان زیادی دست در کار بودند پرسیدم آیا ممکنه اسم شما رو بدونم؟ بلافاصله به خاطر طبیعت مادی و زمینی سوالم خود را پس کشیدم. من به راهنمایی نیاز دارم. خیلی چیزها هست که باید بدونم. پاسخ شعری عاشقانه بود. شعری درباره زندگیم و مرگم. صدا نرم و محبت‌آمیز بود و من دوری یک روح عزیز جهانی را احساس کردم با بیم گوش فرا دادم به وقتش هدایت خواهی شد هدایت خواهی شد به وقتش هرگاه آنچرا که به خاطرش به زمین فرستاده شدی به انجام برسانی آنگاه زندگیت تمام می شود اما نپیش از آن تو فرصت زیادی داری فرصت زیاد همزمان هم مسترب بودم و هم رها خوشحال بودم که وارد جزئیات بیشتری نشد کاترین داشت بیقرار می شد. با نجوای کوتاهی حرف زد. دارم می افتم. سعی می, می کنم زندگیمو پیدا کنم. دارم می افتم. نفسی کشید. من هم همینطور. استادان رفته بودند. درباره پیام های موجزه فکر فرو رفتم. پیامهایی بسیار شخصی که از جانب منابع بسیار روحانی واصل شده بود. مفاهیمشان تکان دهنده بود. نور پس از مرگ و زندگی پس از مرگ. انتخاب ما در تولد و در موعد مرگمان. راهنمایی های قاطعانه و خطا ناپذیر استادان سنجش مدت عمر بر اساس دروس یاد گرفته شده و وظایف انجام شده نه بر اساس سال خیر امید ایمان و عشق عمل کردن بدون چشم داشت. این دانش برای من بود اما به چه منظوری؟ مرا من به اینجا فرستاده بودند که چه کاری انجام دهم؟ بازتاب پیام ها و رویدادهای های که مانند آبشار در متبم به سر و رویم ریخت موجب تغییرات عمیقی بود که در زندگی شخصی و خانوادگیم به وجود آمد. این دگرگونی به تدریج در خداگاه هم نفوذ کرد. مثلا داشتم با اتومبیل همراه پسرم به یک مسابقه بیسبال میرفتم که در ترافیک سنگینی گرفتار شدی. من همیشه از گرفتار شدن در ترافیک ناراحت می شدم. چه رسد به حالا که یک یا دو نوبت از بازی را هم از دست می دادیم. می دانستم که نباید ناراحت بشوم. تقصیر را به گردن یک راننده بی کفایت نینداختم. ازولات گردن و شانه شل بود. خشم و آزردگی خودم را سر پسرم خالی نکردم و هر دو با حرف زدن با هم وقت را سپری کردیم. آگاه بودم که فقط باید بخواهم یک بعد از ظهر خوش را با جردن بگذرانم و از تماشای مسابقه هر دو لذت ببریم. هدف از این بعد از ظهر وقت گذرانی در کنار هم بود. اگر ناراحت و خشمگین شده بودم کل بیرون رفتنمان خراب می شد. به همسر و فرزندانم نگاه می کردم و نمیدانستم آیا ما واقعا پیش از این با هم بوده ایم؟ آیا ما خواسته بودیم رنج ها و مصیبت ها و لذت های این زندگی را با هم قسمت کنیم؟ آیا ما ابدی بودیم؟ در قبالشان عشق و محبت فراوانی احساس می کردم. فهمیدم که معایب و تقصیراتشان جزئی است. اینها واقعا مهم نیستند عشق مهم است. بنابر همان دلیل دیدم که حتی به نقایص خودم هم با دیده اقماز نگاه میکنم. لازم نبود مدام سعی کنم ظاهرا کامل باشم و خود را کنترل کنم. واقعا نیازی نبود دیگران را تحت تاثیر قرار دهم. بسیار خوشحال بودم که کارول را در تجربه خودم سهیم می کردم. اغلب بعد از شام درباره احساسات و واکنش هایم در قبال جلساتی که با کاترین داشتم حرف می زدیم و آنها را تحلیل می کردیم. کارول ذهن تحلیلگر و زمینه بسیار خوبی دارد. او خوب می دانست که من تا چه حد گرایش دارم که تجربه با کاترین را به روشی دقیق و علمی دنبال کنم. و او نقش دادستان را بازی می کرد که کمکم کند به موضوع با دید بیطرف و عینی نگاه کنم. همچنان که شواهد حساس دال بر اینکه کاترین واقعا حقایق را آشکار می کند. روی هم انباشته شد او در حراس ها و شادی های من هم شریک شد یک هفته بعد هنگامی که کاترین در قرار بعدیش حاضر شد آماده بودم تا نوار مکالمات حیرت انگیز هفته قبل را برایش بگذارم. هرچه باشد او علاوه بر خاطرات زندگی های گذشته اشعاری الهی و آسمانی نیز در اختیارم قرار میداد. به او گفتم که اطلاعاتی از تجربیات بعد از مرگ به دست داده است. هرچند که مطلقا از مرحله میانی و وضعیت روحانی چیزی به خاطر نداشت. او که اکنون به طرز شگفتاوری درمان شده و خوشحال بود نیازی به شنیدن این مطالب نداشت. مضاف بر اینکه اینها به نوعی برایش وهماور بودند. او را واداشتم که به نوارها گوش کند. این حرفها شگفتانگیز، زیبا و نشاتاور بود و بر زبان خودش جاری شده بود. دلم میخواست این اطلاعات را با او سهیم شوم. او فقط چند دقیقه به صدای نجوای ملایم خودش روی نوار گوش کرد و بعد از من خواست خاموشش کنم. گفت که آن حرفها برایش خیلی مرموز و عجیب است و ناراحتش می کند. در سکوت به خاطر آوردم. اینها برای توه، نه برای اون. نمیدانستم که این جلسات چه مدت دیگر طول خواهد کشید. زیرا حال کاترین هفته به هفته بهتر میشد. اکنون فقط امواج کوچکی بر دریاچه روزگار متلاطم او باقی مانده بود. او هنوز از مکانهای محصور میترسید و رابطهش هم با استوارت همچنان پادر هوا باقی مانده بود. به جز اینها پیشرفتش چشمگیر بود. ماها بود که ما دیگر جلسه روان درمانی به شیوه متداول نداشتیم. ضرورتی نداشت. چند دقیقه درباره وقایع طول هفته گپ میزدیم و بعد به سرعت دست به کار بازگشت به گذشته به کمک هیپنوتیزم می شدیم. یا به دلیل تجربه مجدد خاطرات حقیقی، ضربات مهم روانی و مسائل کوچک اما ناراحت کننده روزمره و یا به دلیل روند دوباره زیستن تجربه های گذشته کاترین به معنای واقعی درمان شده بود. حملات ترس و استرابش به کلی ناپدید شده بود. دیگر هیچ ترسی از مرگ یا مردن نداشت. دیگر نمی ترسید از اینکه کنترلش را از دست بدهد. امروز روانپزشکان برای درمان بیمارانی با علائم کاترین از آرامبخش‌های قوی به میزان زیاد و داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند. علاوه بر دارو بیماران اغلب تحت روان درمانی شدید قرار دارند یا در جلسات گروه درمانی ترس شرکت می کنند. بسیاری از روانپزشکان اعتقاد دارند که علائمی مانند علائم کاترین ریشه بیولوژیکی دارد و در یک یا چند عنصر از فرمول های شیمیایی مغز نقص وجود دارد. در حالی که کاترین را برای بردن به خوابی عمیق هیپنوتیزم می کردم، فکر کردم چقدر چشمگیر و خارق العاده است که او بدون استفاده از دارو درمانهای متداول یا گروه درمانی ظرف چند هفته تقریبا بهبود یافته است. آنچه گذشت نه سرکوب علائم بود و نه زندگی پر از شکنجه و ترس. این شفا بود. محو علائم. و او بیش از امیدهای مشتاقانه من جذاب، آرام و پرنشاد شده بود. صدایش دوباره به نجوا و آهسته شد. در یک امارت هستم. امارتی با سقف گنبدی. سقف آبی و طلایی. کسان دیگری همینجا هستند. لباسشون کهنه، مثل یک جور ردا خیلی کهنه و کثیفه. نمیدونم چطور به اینجا اومدیم. در اتاق مجسمه های زیادی هست. کارهای هنری دیگه ای هم هست کارهایی که روی چارچوب سنگی قرار داره. یک مجسمه بزرگ طلایی در یک سر اتاق قرار داره. ظاهرا خیلی بزرگه. بال هم داره خیلی شیطانیه اتاق خیلی داغه خیلی داغ چون روزنه ای به خارج نداره ما باید از دهکده دور بمونیم ما یک اشکالی داریم مریزین، بله ما همه مریضیم نمیدونم چه مرضی داریم اما پوستمون داره از بین میره. سیاه میشه. هوا خیلی خشکه، خیلی خفه و کسیف. ما نمیتونیم به دهکده برگردیم. باید دور بمونیم. بعضی از صورتها از شکل افتاده. ظاهرا این بیماری خیلی وحشتناک بود. چیزی مثل جزام. کاترین اگر هم روزی زندگی درخشانی داشته ما هنوز به آن بر نخورده بودیم. چه مدت باید اونجا بمونی؟ با افسردگی پاسخ داد برای همیشه تا وقتی بمیریم این بیماری لاعلاجه. اسم این بیماری رو میدونی؟ چی صداش میکنن؟ نمیدونم. پوست خیلی خشک میشه و چروک میخوره. من سال هاست که اینجا هستم بعضی ها تازه اومدن. بازگشتی نیست. ما ترد شدیم تا بمیریم. او هستی فلاکت باری داشت. ما باید برای به دست آوردن غذا شکار کنیم. یک حیوان وحشی میبینم که ما تعقیبش میکنیم. شاخ داره. قهوهیه و شاخهای بزرگ داره. کسی هم به دیدن شما میاد؟ نه. اونا نمیتونن نزدیک بشن وگرنه اونها هم گرفتار شیطان میشن. ما لعنت شدیم به خاطر گناههای زشتی که مرتکب شدیم و این مجازات ماست. شنهای دینداریش و مذهب دائما در ساعت شنی زندگیهایش در حال تغییر مکان بودند. تنها پس از مرگ در وضعیت روحانی خوش آمد و صبات قرار داشت. میدونی چه سالیه؟ ما حساب زمان از دستمون در رفته. ما بیماریم. فقط انتظار مرگمون رو میکشیم یعنی هیچ امیدی نیست یأسی مصری و فاسد را احساس کردم امیدی نیست هممون میمیریم دستام خیلی درد میکنه تمام بدنم دوچاره ضعف من پیرم حرکت کردن برام مشکله وقتی دیگه نتونین حرکت کنین اون وقت چی میشه؟ ما رو به قار دیگه ای میبرن و ولمون میکنن تا بمیریم. مرده ها رو چی کار میکنن؟ ورودی قار رو مهرموم میکنن. به دنبال سر نخی از وحشت محبوس شدن در محیط دربسته بودم. آیا شده قبل از اون که شخص بمیره در رو مهرموم کنن؟ نمیدونم. نبودم. من من هیچ وقت اونجا پیش بقیه هستم خیلی داغه من پای دیوار هستم دراز کشیدم این اتاق برای پرستشه خدایان زیاد اما خیلی داغه او را در زمان به جلو بردم یه چیز سفید میبینم. یه چیز سفید یه جور سایبون یا خیمه دارن کسی رو میبرن. اون شخص تویی؟ نمیدونم. من از مرگ استقبال میکنم. خیلی درد دارم. لبهای کاترین از درد جمع شده بود و به خاطر حرارت داخل قار نفس نفس میزد. او را به روز مرگش بردم. هنوز نفس نفس میزد. پرسیدم نفس کشیدن مشکله؟ بله. اینجا خیلی داغ، خیلی داغ. خیلی تاریکه. نمیتونم چیزی ببینم. نمیتونم حرکت کنم. داشت میمرد. از کار افتاده و تنها. در قار داغ تاریک دهانه قار از پیش بسته و مهرموم شده بود او وحشت زده و مفلوک بود تنفسش سریعتر و نامنظمتر میشد و او با کمال میل مرد و به این زندگی خاتمه داد احساس سبکی میکنم انگار شناورم. اینجا خیلی روشنه. عالیه. درد داری؟ نه. او مکس کرد و من منتظر استادان ماندم. اما در عوض او به سرعت به جایی رانده شد. خیلی سری دارم میافتم. دارم به یه جسم برمیگردم. ظاهرا او هم به اندازه من متعجب بود. امارت هایی می بینم. ساختمونایی با ستون های گرد. امارت های زیادی وجود داره. ما بیرون هستیم. درختان، درخت های زیتون خیلی زیباست. ما داریم چیزی رو تماشا می کنیم. مردم نقاب های عجیبی زدن. این نقابا صورتشون رو میپوشونه یه جور جشنه اونها لباس های بلند پوشیدن و نقاب هایی دارن که صورتشون رو میپوشونه اونها تظاهر میکنن کس دیگه ای هستن روی یک سکو هستن بالای جایی که ما نشستیم دارید نمایش تماشا میکنین؟ بله به خودت نگاه کن چه شکلی هستی؟ موهام قهوهیه. اونا رو بافتم. مکس کرد. توصیف او از خودش و حضور درختان زیتون مرا به یاد زندگی شبه یونانی کاترین در 1500 سال پیش از میلاد مسیح انداخت. زمانی که من معلم او بودم. تصمیم به تفحص گرفتم. میدونی چه تاریخیه؟ نه. بین کسایی که اونجا با تو هستن کسی رو میشناسی؟ بله. شوهرم کنارم نشسته. اما اونو نمیشناسم. منظور در زندگی فعلی اوست. بچه هم داری؟ حالا با بچه هستم. انتخاب کلماتش جالب بود. به نوعی جملاتش باستانی بود و هیچ ارتباطی با طرز حرف زدن خداگاه کاترین نداشت. پدرت هم اونجاست؟ اونو نمی بینم اما تو یه جایی اونجا هستی. با من نیستی. پس حق با من بود. ما سی و پنج قرن به عقب برگشته بودیم. من اونجا چی کار میکنم؟ فقط تماشا میکنی. اما تو درس میدی. تو درس. ما ازت مربع و دایره یاد گرفتیم. چه چیزای بامزه ای؟ دیوژن تو اونجایی؟ دیگه از من چی میدونی؟ تو پیری. ما به نوعی با هم فامیلیم. تو برادر مادرم هستی. کس دیگه ای از خانواده منو هم میشناسی؟ همسرت و فرزندانت رو میشناسم. تو چند پسر داری؟ دوتا از اونها از من بزرگترن. مادرم مرده. اون در جوانی مرده. آیا پدرت تو رو بزرگ کرده؟ بله. ولی من حالا شوهر دارم. در انتظار تولد بچه هستی بله اما میترسم دلم نمیخواد سر زا برم مادرت اینطور مرد بله و تو میترسی که این اتفاق برای تو هم بیفته این اتفاق عادیه برای خیلی از زنها پیش میاد این بچه ای اول توه؟ بله من وحشت زدم. به زودی به دنیا میاد. خیلی سنگین شدم. حرکت کردن برا مشکله. سرده. خودش خود را در زمان به جلو برده بود. نوزاد در حال تولد بود. کاترین هرگز بچه نداشت. و من هم در این چهارده سالی که از گذراندن دوره تخصص زایمانم در دانشکده پزشکی میگذشت تا این زمان نوزادی به دنیا نیاورده بودم پرسیدم کجایی روی یه چیز سنگی دراز کشیدم خیلی سرده درد دارم احتیاج به کمک دارم به او گفتم نفس عمیق بکشد. نوزاد بدون درد به دنیا خواهد آمد. او هم نفس نفس میزد و هم ناله می کرد. زایمانش چندین دقیقه ی عذاباور طول کشید و بعد نوزادش متولد شد. او صاحب یک دختر شده بود. حالا حالت بهتره؟ خیلی ضعیفم مقدار زیادی خون میدونی اسمشو چی میذاری؟ نه خیلی خستم بچم رو میخوام بچت اینجاست یک دختر کوچولو. بله شوهرم راضیه. او به شدت خسته و کوفته بود به او تذکر دادم یک چرت کوتاه بزند و سرحال بیدار شود. بعد از یکی دو دقیقه او را از چرت بیدار کردم. حالا حالت بهتره؟ بله، حیوونایی می بینم. چیزهایی رو پشتشون حمل می سبدهایی روی پشتشونه. خیلی چیزا توی سبد است. خوراکی، میوه های قرمز. پس اونجا سرزمین قشنگیه. بله و با کلی خوراکی. اسم این سرزمین رو میدونی؟ وقتی یک غریبه اسم این دهکده رو از تو بپرسه بهش چه جوابی میدی؟ کاتنیا کاتنیا اسم شبیه یک شهر یونانیه من نمیدونم تو میدونی تو از دهکده بیرون میری و دوباره بر میگردی. من جایی نرفتم. این تحریف بود. از آنجا که در آن زندگی من داییش بودم، از او پیرتر و داناتر بودم، او از من میپرسید که آیا جواب سوالات خودم را میدانم یا نه. متاسفانه من به آن اطلاعات دسترسی نداشتم. پرسیدم آیا همه عمر تو در اون دهکده گذروندی؟ به نجوا گفت بله اما تو مسافرت میکنی بنابراین تو چیزهایی رو که یاد میدی میدونی تو سفر میکنی که درباره این سرزمین یاد بگیری درباره جاده های بازرگانی مختلف که بتونی بنویسی و نقشه درست کنی تو پیری اما با جوون ترها میری چون تو از نمودارها سر در میاری. منظور چه جور نموداراییه؟ نمودار ستاره ها؟ تو معنی علامت ها رو میفهمی. میتونی به اونا کمک کنی. کمک کنی نقشه بکشن. از بین اهالی دهکده کسی رو تشخیص میدی؟ اونا رو نمیشناسم ولی تو رو میشناسم خیلی خوب رابطه بین ما چطوره؟ خیلی خوبه تو خیلی مهربونی خوشم میاد پهلود بشینم احساس آرامش میکنم تو به ما کمک کردی به خواهرهام کمک کردی اما به هر حال زمانی میرسه که ناچارم تو رو ترک کنم چون من پیرم نه. او هنوز آماده نبود با مرگ من مواجه شود. نون می بینم. نون پهن. نون خیلی پهن و نازک. پدرم، شوهرم، من و بقیه مردم دهکده این نونو می خوریم. به چه مناسبتی؟ یه جور، یه جور جشنه. پدرت اونجاست؟ بله اما بچم پیش من نیست پیش خواهرمه از نزدیک به خواهرت نگاه کن این پیشنهاد را کردم تا شاید بتواند شخصی را در زندگی فعلیش تشخیص بدهد. اونو نمیشناسم. اما پدرم رو میشناسم. ادوارد. اینجا انجیر هست، انجیر و زیتون و یه جور میوه های قرمز رنگ، نون پهن. اونها گوسفند ذبح کردن. دارن گوسفند رو کباب میکنن. یک مکس طولانی. یه چیز سفید میبینم. دوباره خودش را در زمان به جلو برده بود. سفیده یه جعبه مکعب شکل. مردم و بعد از مردن تو این جعبه میذارن. آیا کسی مرده؟ بله پدرم. دلم نمیخواد نگاش کنم. نمیخوام ببینمش. اونا میبرن که دفنش کنن. من خیلی غمگینم. میدونم غمگینی. الان چند تا بچه داری؟ سه تا. دو پسر و یه دختر. اونا جسد پدرم و زیر سرپوشی گذاشتن. ما داریم یه جور انگور میخوریم. انگور توی لیوان. من هم مردم. نه. اما خیلی خیلی پیری. حالا حالت بهتر شد؟ نه. وقتی تو بمیری من کاملا تنها میشم. بچه که نمردن ازت مواظبت میکنن. اما تو خیلی چیزا میدونی. دوست دارم تو پیشم باشی. صدایش شبیه یک دختر کوچک شد. تو طاقت میاری. تو هم خیلی چیزا میدونی. تو در امانی. به او اطمینان دادم و او ظاهرا با آرامش استراحت کرد. حالا آروم تری الان کجایی نمیدونم ظاهرا از جسمش عبور کرده و به مرحله روحانی رسیده بود هرچند که صحنه مرگش را در آن زندگی تجربه نکرد این هفته ما به دو زندگی با جزئیات قابل توجهی پرداختیم من منتظر استادان شدم اما کاترین همچنان استراحت کرد. بعد از چند دقیقه از او پرسیدم آیا میتواند با استادان صحبت کند یا نه. من هنوز به اون سطح نرسیدم و تا به اون سطح نرسم نمیتونم با استادا حرف بزنم. و هرگز به آن سطح نرسید. بعد از انتظار زیاد، او را از خواب مغناطیسی خارج کردم.